سلام با برنامه دیگری از سی و پنج این هفته هم همراه شما هستیم برنامه امروز ما یا برنامه امشب ما برنامه است که مهمان عزیزی داره یک کارگردان خوب سینما ایران کارگردانی که سال هاست در این سینما کار کرده فیلم های خوب فیلم های پرفروش ساخته و اومده که بشینه در مورد سینمای امروز شرایط امروز تلویزیون صحبت کنه با ما باشید در سامانه فیلم نت که ما از این سامانه ممنونیم که برنامه های ما رو هر هفته به موقع پخش میکنه ببینید برنامه امشب ما رو. آقای کمال تبریزی خیلی خیلی خوش به برنامه ما خیلی ممنونم اگر با بینندگان با یه برنامه اینترنتی صحبتی دارید بفرمایید تا ما شروع کنیم من. من سلام از میکنم هم خدمت شما همکارانتون و بینندگان محترم در خدمت شما خسته مثل که سر کار داریم بله, بله 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 پروژه سریالمون را افتاده دیگه در واقع یه چیزی حدود میتونم بگم سه ماهه که فیلم برداریش رو شروع کردیم خوشبختانه خوب داره پیش میره خدار شد بله منطقه یه مشکلاتی براش پیش اومده که حالا در طول گفته و, <تصفح> و صحبت میکنیم در روش. من ناچرم از یک موضوع شروع کنم که در واقع همین چند روز پیش اتفاق افتاد و موضوع خوبی نبود و نقد فیلم آخر شما بود در برنامه <تصفح> هفت و کلمه ای که آقای فراستی به کار بود <تصفح> در با... میخوام که تحلیل شما رو یا به حال نظر شما رو بدونم جاهای شما نظرتون رو گفتین ولی هنوز مکتوب نکردید اولا دبنده زمین رو که شما چند سال پیش سال پیش ساختید مثل که ببینید خیلی وقته یعنی اینقدر زمان گذشته از که تقریبا یادم نمیاد که چه سالی بوده ولی میدونم که حداقل مثلا چهار پنج سال پیش بوده حداقل. حالا راجع به دونده زمین مفصل براتون توضیح میدم اصلا کلا راجع به داستانش و اینها یه مقداری براتون توضیح خواهم داد اما میخوام قبلش همون تحلیلی که گفتین و خدمتون بگم ببینید من فکر میکنم که آقای جیرانی ما یه دوره ای رو پشت سر گذاشتیم اینو دارم میگم به خاطر اینکه کلا دونده زمین هم به این موضوع مربوط میشه حالا بلی بعد میایم در بلی موردش بلی صحبت میکنیم من فکر میکنم ما یه دو تا دوره بلی. دوتا تا در واقع دولت رو در دو دوره هشت سال پشت سر گذاشتیم و خب یه اتفاقاتی توی مملکت افتاد دیگه هم در دوره اولش هم در دوره دومش چهار سال اول و چهار ساله دوم و متاسفانه یک جور یک در واقع طرز دید و دیدگاه و تلقی توی این ماجرا به وجود اومد من یادم شما هم همتون یادتونه و فکر میکنم که سر این ماجرا هم کم در واقع ضرر ندیده مملکت مشکل براش پیش نیومد اونم اینه که یک جور شاید مثلا بتونم بگم لفاظی یه جوری حدک حرمت یه جوری در واقع درشتگویی تقریبا متداول شد در کشور یعنی با توجه به در واقع اون گفتگوهایی که صورت میگرفت مناظره انتخاباتی که صورت میگرفت یه جریانی به وجود اومد که بر اساس این گفتگو این در واقع مفهوم رو در ذهن مخاطبین و مردم جا انداخت که در واقع این, این مجموعه، این گروه، این دولت، این رئیس جمهور اومده که خیلی از مشکلاتی رو که تو مملکت وجود داره حل بکنه و خیلی از آدمهایی رو که فاسد هستن، دوچار مشکل هستن، یه جوری کنار بزنه طرح نو بندازه، یه کارهای تازه بکنه و خب این از اینجا به بعد تقریبا یک جور مدلی شد برای گفتگو و بحث میان آدم های مختلف یعنی یعنی جور ای... کردن یک دقیقا که در سخیفی تفکری داشت اومده بود که کاملا باره باره. کاملا متعاق در طول حالا خب مردم هم اقبال کردن یعنی خود مردم هم فکر میکردن که قرار واقعا یه طرح نوعی به وجود بیاد کلن گذشته هر جور فسادی درش بوده هر مشکلی درش بوده اونا برطرف میشه یه در واقع آرمان هایی رو که با دنبالش بودیم و به دست میاریم بله. این اتفاق در عرصه سینما هم شکل گرفت دیگه یعنی میدونی که توی این دوره در دیگه هممون هم میدونیم در دوره ای که آقای شمقدری همراه آقای احمدی نژاد اومدن خب توی سینما هم همین اتفاق افتاد یعنی این دو دستگی و تبدیل کردن مجموعه سینما که قبلا تا حد زیادی بود ولی تا حد زیادی پنهان بود پنهان بود و با همدیگه هم خیلی در واقع یعنی تشریک در این که و... اختلاف بود کنار هم میشه کنار هم دیگه قرار میگرفتن یعنی مجموعه سینما در من. مقابل یه چیزی که اونو تهدید میکرد کنار هم قرار میگرفتن ولی با <تصفح> توجه به این اتفاقات بیشترین شکاف بین در واقع اهالی سینما متاسفانه باز به وجود اومد یعنی من میدونم ما با نزدیکترین دوستی که داشتم خب اختلاف سلیقه با همدیگه پیدا کردیم هنوزم با همدیگه دوستیم ولی فکر میکنم که با همدیگه فاصله زیادی پیدا کردیم و دیگه با همدیگه کار نکردیم حالا اسمشون رو نمیبرم ولی میخوام بهتون بگم که حتی رفت تو مرحله که درای خانه سینما بسته بشه دیگه بالاخره با مقاومت با افرادی تقابل که تقابل روی کاملا خب این این جریان متاسفانه بعد از گذشتن این 8 سال خب از بین نرفت و باقی مونده و به یه شکل دیگه ای داره در واقع جلوه میکنه حالا من در ادامه براتون این تحلیل من میگم که اصلا چرا در واقع این اتفاق میفته و از نظر خودم این چه شکلی داره که اینجوری میشه حالا در مورد فکر میکنم که مثلا یکی از نمونه هاش که متاسفانه وجود داره و داره اتفاق میفته برنامه هفته و حضور و وجود آقای فراستی من فکر میکنم که برنامه برنامه آقای افخمی بله میدونم برنامه آقای افخمیه ولی به هر حال حضور آقای فراستی به عنوان یه عاملی که همیشه حضور داره و خب هیچ جوری نمیشه اینو جداش کرد از اون برنامه و به حال یه آدمیه که پشتیبانی میشه و سعی میشه که هم حتما حضور داشته باشه میخوام بگم که من وقتی که این اتفاق افتاد چون به در گذشته میدیدیم دیگه آقای فراستی چه جوری فیلم ها رو نقد میکنه یعنی این کلماتی که به کار میبره خب کلمات زشتی هستن یعنی حتی مثلا من یه دوره‌ای به یک به یه سری از دوستان میگفتم که ببینید شما اگه بچه‌ها دارن بر... مثلا تو اون ساعت از شب اگه بیدارن و دارن برنامه‌نویسا هم این بداموزی داره براشون به لازمه کلماتی که استفاده میشه چون این نقل زبون آقای فراستی هست و این کارو میکنه دیگه من خودم فکر میکنم که افرادی مثل ایشون اینو واقعا دارم میگم و یعنی احساس میکنم که تا حد زیادی اینطوری هست که دارم میگم در واقع نیاز دارن که برن روانکاوی بشن یعنی باید برن یه روانپزشک خیلی ساده یعنی میتونن در واقع بشینن با اون روان که صحبت بکنن یه قرص کوچولو بهشون میده اصلا همه چی دیگه برطرف میشه یعنی تمام مشکلات مطمئن میشه که درست میشه چون ببینید چیز شما نگاه کنید اصلا بیارید برنامه ها رو کنار همدیگه دیگه بشه. من قول میدم بهتون که این اثبات رو بکنیم یعنی اگه برنامه های هفت رو تو این دوره ای که آقای افخمی داره برگزار میکنه در گذشته هم بوده حالا من به گذشتهش کار ندارم نه گذشته من مشکل حالا یه دوره شما بودی یه بله بله دوره آقای گورلو بوده بله. 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 ولی توی این دوره من بهتون قول میدم اگه برنامه رو در اختیار من بدم من یه ادیت میکنم از این برنامه که کاملا در فاصله های کوتاه یعنی مثلا در فاصله های دقیقه ای یعنی از پنج دقیقه فراتر نمیره که آقای فراستی یه چیزی میگه و بعد نقیزش رو میگه دوباره یه چیز دیگه میگه و بعد دوباره نقیزش رو میگه خب میخوام بهتون بگم که با توجه به اینکه بعد از اینکه ایشون این در واقع کلمه رو استفاده کرد و میتونیم بگیم که خیلی هم سر و صدا کرد من واقعا وقتی که من کلا برنامه هفته رو نمیبینم به دیگرانم توصیه نمیکنم که ببینم ولی وقتی که متوجه شدم که همچین اتفاق افتاده یعنی به شما گفتن بله برای من فرستادن اصلا لینکش رو فرستادن که دیدم خب خیلی عصبانی بودن خیلی ها. یعنی مثلا فرض کنید که حتی درست تو همون روز گفتن که آقا طبق قانون مثلا شما اگه ازشون شکایت بکنین این اتفاق میفته هفتاد ضربه شلاق میزنن به این آقا بود گفتم ببینید اصلا به این چیزا فکر نکنید یعنی اینکه مثلا فرض کنید ما بریم شکایت بکنیم آقای فراستی رو محکوم بکنن و بخوام بیان هفتاد ضربه شلاق بهش بزنن اصلا قابل تحمل نیست برای من یعنی صد درصد و ناچارم که ببخشمش و بگم که اصلا این اتفاق نفتاد. اما میخوام بهتون بگم که واقعا من این توصیه رو به خیلی های دیگه هم میکنم وقتی یه همچین ویژگی وجود داره میگم شما ببینید وقتی با یه مریضی با یه بیماری طرف میشین وقتی طرف داره هزیون میگه جدی نمیگیرین این حرفش که من خود داره هزیون میگه یعنی اون تعادل روحی رو نداره بنابراین شروع میکنه یه چیزایی گفتن که خب این, این نباید باعث ناراحتی شما بشه شما باید سعی بکنید که تأثیری روی اون آدم بذارید که آروم آروم در واقع دوچار بهبودی بشه این نکته رو داشته باشین در مورد ایشون چون واقعا نوعی که اصلا بهش نمیشه گفت نقد فیلم در واقع ایشون در مورد کاراکتر آدم ها شخصیت فیلم سازا یا مثلا فرض کنه حتی خود فیلم هم بحث نمی کنه. یه چیزهایی رو کنار هم دیگه سردرگم و مثل یه کلاف سردرگم کنار هم قرار میده که از توش مثلا ما فرض کنیم که یه نقد فیلم بیرون میاد اما بازم اینو من واقعا بدونه اینکه بخوام مثلا توهینی با آقای فراستی کرده باشم یا بخوام مثلا به خاطر اینکه ایشون این, این حرف رو زده بزنم من فکر میکنم که خو... کلا شخص آقای فراستی به واسطه حرفایی که میزنه و در گذشته ای که براش وجود داشته مثلا خانواده که داشته تربیتی که شده دوره هایی رو که گذرونده در گذشته خب خیلی از آدما میدونن که چه،, چه چه مراحلی رو پشت سر گذاشته ما میدونیم آقای فراستی کسی که از مثلا قبل از انقلاب توی های خاصی قرار داشته و الان تبدیل شده به یه آدمی که این ویژگی رو داره وگرنه مثلا من قبلا هم آقای فراستی رو میشناختم مثلا یه همچین آدمی نبود توی نقد سینما ما با همدیگه اصلا نشستم فیلمنامه می, می با همدیگه دیگه بحثای اینجوری می‌کردیم من آقای فراستی واقعی سعید عقیقی با همدیگه داشتیم یه فیلمنامه راجع به جنگ می نوشتیم و با هم دیگه بحث‌های مختلف می کردیم این فکر می خ... من خیلی تاریخ یادم نمونه ولی فکر کنم به ده سال پیش برمیگرده حدودا <تصفح> می خوام بهتون بگم که این آدم بلاز کاراکتر در یه موقعیتی قرار که این تغییر درش به وجود اومده م... حالا یه چیز دیگه هم هست بعضی از آدم ها دوچ یه جور خودکمبینی هستن و نیازشون اینه که بهشون توجه بشه آقای فراستی بعد از یه مرحله ای خب توی یه دوره ای خیلی هم اتفاقا کانون توجه بود ولی از یه جایی به بعد احساس کرده که خب بهش هیچ توجهی نمیشه و به عنوان یه آدم ویژه و خاص کسی او رو خطاب نمیکنه و مورد خطاب قرار نمیده بنابراین سعی میکنه که در واقع از طریق کلمات و جملاتی که به کار میبره تحت عنوان نقد فیلم یه جنجالی رو به وجود بیاره و توی این جنجال سعی بکنه که یه جوری اسمش مثلا تیتر اون اتفاقات باشه کما اینکه الان هم داره این اتفاق میفته در مورد کلمه ای که در مورد من گفته میخوام بهتون بگم که من از این بابت گفتم که دوستان اصلا هیچ عکس عملی نشون ندیم برای اینکه این در واقع روح این آدم رو تغذیه میکنه روحی که داره اشتباه میکنه یعنی در واقع اون حس غلط که این آدم داره وقتی شما شروع میکنین دامن زدن به یه همچین چیزی این آدم دوباره رو مسیر غلطش داره تغذیه میشه و باز پیش میره برای اینکه این اتفاقات بیفته اصولا فکر می کنم که برنامه هفت برنامه آقای افخمی و حضور آقای فراستی داره تبدیل میشه به یک در واقع بلندگویی که باید صداش انقدر بلند بشه و کر کننده بشه که همه بهش توجه کنن و به محض اینکه شما به این برنامه بی توجهی میکنید و به محض اینکه چیزی برای در واقع توجه کردن به این برنامه وجود نداره سعی میکنن که با استفاده از یه جملاتی کلماتی نقط نظرهایی در مورد آدم های مختلف و شاخص خودشون رو دوباره مطرح بکنه این اتفاق فقط در مورد من نیفته در مورد تک تک آدما من خودم حالا همچین آدمی نمیدونم و در مورد بزرگان سینما واقعا اتفاق افتاده ایشون سابقه داشته که این حرفا رو زده و این اتفاق افتاده این یه نکته نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که آقای جیرانی من فکر میکنم که توی همه دوره ها یه افرادی وجود دارن که به دلایل شخصیتی خودشون هم به دلیل اینکه مطرح بشن هم به دلیل اینکه بتونن ارتزاق کنن یعنی در واقع یه جوری روزیشون رو به دست بیارن فکر میکنم تو دورای قبل در مورد یه همچین کارکتری صحبت شده کسانی هستن که در واقع نونشون رو از طریق فخاشی به دست میارن از طریق اینکه بتوانن دیگران رو تخته بکنن بتونن در واقع حرفهایی رو بزنن که هر کسی هر شخصیتی حاضر نمیشه این حرفا رو بزنه و اونا هستن که میان جلو و سینه چاک میکنن و این حرفا رو میزنن و متاسفانه منبع درآمدشون هم از این طریقه این در واقع یک جور نیاز روانیه که این آدم داره و من مطمئنم اگه آقای فراستی این دو دارم واقعا بدون شوخی و جدی میگم به یه روانکاف یا فکر میکنم روان پزشک اگر مراجعه بکنن حتما اصلاح میشه یعنی حتما درست میشه اگه گفته کنن صحبت کنن و بعد تبدیل میشه به یه آدمی که میتونه درست صحبت کنه برای اینکه آقای فراستی اتفاقا سواد این کار رو داره من میدونم که آدم با سوادی هست بعضی وقتا من این فکر رو میکنم در مورد افرادی مثل آقای فراستی من یاد شعبان جعفری میفتن که اصطلاحا بهش میگفتن شعبان بیمخ و این بیمخ بودنش مال این بود که کارایی میکرد که واقعا باید مخ نداشته باشه که بتونی این کارا رو بکنی کاراکتر شعبان جعفری رو تقریبا همه میشناسن که چه جوری و در طول تاریخ چیکار کرده دیگه حکومت مصدق رو ساقط کرده و یه کارایی رو یه روش ها رفتارایی یه لومپنیزم خاصی که توی هم گفتار دیده میشه و در هم رفتار دیده میشه و در واقع رو به وجود میاره میترسونه آدم ها رو برای اینکه نتونن اون مسیری رو که باید ادامه بدن ادامه بدن من فکر می کنم که آقای فراستی در واقع شعبان, شعبان مختاره. بی حالا شعبان مختاره ولی آها من دیاره. گفتم بهتون آدم تحصیل کرده ای ولی داره نقش شعبان بیمو رو بازی میکنه یعنی تصمیم مم. گرفته که در شکل و در واقع تراز شخصیت شعبان بیمخ ظاهر بشه و در واقع مثل یه لولوی سرخرمن یا یه لولی که میتونه بترسونه آدم ها رو بتونه در واقع اون جریانی رو که توی سینما به وجود اومده یه جوری تحت شعا قرار بده و آدم ها رو وادار بکنه که از اون مسیرشون جدا بشه من حتی بعضی وقتا میبینم مثلا آقای فراستی از یه فیلم خیلی بد داره تعریف میکنه و یه فیلم خیلی خوب داره میکوبه خب این معلومه که داره ریل گذاری میکنه دیگه از همون ریلایی که آقای شمقدری میخواست بذاره و در واقع دولت قبل میخواست این کار رو بکنه و داره تلاش میکنه که آدم ها رو بترسونه از بابت اینکه اون مسیری رو که دارن میرن و از نظر خودش از زاویه دید خودش بتونه اصلاح بکنه که من همینجا دارم میگم آقای فراستین ما نمیترسیم خیلی از افراد دیگه هم هستن که شما هر چقدر اینجوری جنجال بکنی ما چون در طول تاریخ این سابقه رو داشتیم نه نمی ترسیم و به دیگر دوستان هم من توصیه می کنم که نترسن الان در واقع تبدیل شده صحبت های آقای فراستی به یک جور عیار دیگه یعنی وقتی از یه فیلمی تعریف میکنه تقریبا من از اصطلاح خودشون استفاده میکنه معلوم اون فیلم مزخرفه و وقتی یه فیلمی رو داره میکوبه معلوم اون فیلم ویژگی های خیلی خوبی داره از این بابت میخوام بهتون بگم که خب یه تبدیل شده متاسفانه این کسی که یه زمانی دوست صمیمی من بود تبدیل شده به یه همچین آدمی متاسفانه <applause> <applause> بعد یه نکته دیگر من اضافه کنم اول مثلا شروع میکنه به شدت فیلم بادیگارد رو کوبیدن که آقای هاتامی که این چیه ساختی این کهنه از قدیمیه بسیار ضعیف فلان اینو میگه کات تو برنامه بعدیش که فردا شبه شروع میکنه از بادیگارد تعریف کردن و یه جوری چون کاملا معلومه وقتی که از برنامه اومده بیرون رو گرفتن که آقا به بادیگار تو دیگه حق نداری از این حرفا بزنی حالا برو در واقع اصلاحش کن برمیگرده و اصلاحش میکنه خب این آدم در واقع م... یعنی خود رفتار و سکناتش و کلا برنامه که داره اجرا میکنه شما اینا رو بزنید کنار هم دیگه متوجه میشین که این آدم تقریبا دیگه نظر شخصی خودش رو اعلام نمیکنه بلکه داره در واقع یک جوری هدایت میشه برای اینکه اون مسیر رو به وجود بیاره حالا اگه شما سوال داریم بگیم من بازی یه تحلیل باید. دیگه هم دارم بگم من یه نکته بگم چون من آقای فلسطی رو از سالهایی که توی سوره نقد می در یادمه مانده. فکر می که همون نقدی که برای فیلم نارانه ای نوشت و برای همون نوشت ادبیات تندی بود که ریشه داشت در اون یعنی نشأت گرفته بود از منتقدانی که قبل از اون مثلا قبل زمان شاه مثلا شمین باها رو به با این تیپ آدمایی که خیلی تند و تیز با یک سری فیلم ها برخورد میکردن از اونجا بود از در کنار آقای آوینی بود که شون در واقع با اون نقد ها. گل کرد و آمد تو تلویزیون و چند تا برنامه اجرا کرد که البته در واقع اومد نقد سینما رو در مورد همین ادبیات رو هم تو نقد سینما داشت اما نه به این تندی که بعدها توی هفتی که هم ما داشتیم اما این ادبیات رو آقای فراستی همیشه داشته شاید هم موقعی که ما صدای زدیم برای برنامه چون من دیگه اصول حکم میکنه که اینو بگم ما صدای زدیم میدونستیم که این ادبیات داره ولی فکر میکردیم که به هر تلویزیون میشیم این ادبیات یک کمی کنترل شده خواهد بود کما که یک میزانی هم خودمون سعی میکردیم کنترل کنیم یه میزانی هم سعی میکرد خودش کنترل کنه ولی به آقای فراستی بسیار آدم با بسیار شما درست گفتیم یه پیشینه‌ای داره که اون پیشینه باعث شده که سواد داشته بشه یعنی این سوادش ریشه در همون پیشینه داره همون پیشینه هم باعث شده که گرفتاری براش به وجود بیاد و در واقع همون پیشینه دو, ها دو ها هم داشته هم خوست داشته یعنی در واقع پیشینه سواد براش آورده و هم پیشینه براش گرفتاری آورده آقای فراستی در یه سری نقد هایی که میگه فیلم های عادی و طبیعی و اینا برحال من همیشه تو مصاحبه هم گفتم خیلی سریع و خوب حرف میزنم فلان یه سری فیلم ها هست که من به خودشم گفتم که لزوما انگار که دوست داره که اون فیلم رو قبلش بکوبه یعنی یه سری فیلم های اینطوریه در مدقه اینو من تو مصاحبه دیگه هم گفتم اینو اتفاقا هم آقای افخمی هم تک مصاحبه گفت نکته جالبه که این این جمله من آقای افخمی هم توی مصاحبه گفت که آقای در نقد هایی که در واقع عادی فیلم های عادیه در واقع خیلی خوبه ولی به یک سری فیلم هایی که میرسه که حالا سبقه روشن فکری دارن یه شکلی دیگه نقل میکنه این در واقع آقای فلسطی این معضل رو داره حالا هدایت میشه نمیشه من خیلی زمانی که توی اون سالهایی که دو سالی که با هم کار کردیم خیلی متوجه این قضیه نشدم یعنی احساس من, من به شما ثابت میکنم به این میکن. این گرفتاری توهم نداشتم کار ولی چه فکر کردم که دیگه این شکلی انگار که دوست نداره سینمای روشنفکری حالا جزء اعتقادش هست یا نیست <applause> که میگه جزء اعتقادم من باش بحث زیادی کردم میگه جزء اعتقادم اما حالا اینجا یک نکته دیگه معلوم چیزه من این وظیفه رو داشتم که در مورد آقای فراستی نکات رو بگم به خاطر که منم باش کار کردم و یک بارم سر آقای کیمیایی یک موردی پیش اومد توی برنامه <applause> جشنواره فیلم فرج که جمله کلمه گفت که حالا من تکرارش نمی‌کنم که من توی آنتن نفهمیدم بیرون آنتن فهمیدم و بعد مجبور شدیم که خب از آقای فرستاتی اسخای کنیم یه یک ماه دو آقای کیمیایی از آقای, آقای کیمیایی اسخای کیمیای کنیم با آقای فرستاتی هم در واقع در واقع یه دو ماهی تو برنامه نیامد به خاطر همون کلمه ای که ما مجبور شدیم از آقای کیمیایی اسخای کنیم و رفتیم خونی آقای کیمیایی با عذرخواهی رسمی کردیم و من باش مصاحبه کردم و شب بعدش در واقع این مصاحبه اوسخایی ما پخش شد اینجا یه وظیفه از تلویزیون همون موقع ما با تلویزیون صحبت کردیم خب تلویزیون مسئله رو با ما مطرح کرد که خب آقای فرصتی مقدار نسل نظر فرساتی کلا در این رابطه تلویزیون چه کنی ببینید من فکر میکنم که تلویزیون هم متاسفانه متاسفانه متاثر متعصف از این شرایط بوده یعنی نمیتونیم رد بکنیم چون به هر یه شرایطی تو مملکت به وجود اومده هم رو همه تاثیر گذاشته دیگه همه تاثیر گرفتن حالا ممکنه تبدیل شدن <coughs> به گروه های مختلفی که بودید تلویزیون هم متاسفانه این تاثیر رو گرفته و فکر می که از همون دوره به بعد در واقع دوره ای بود که همین سریالی که الان ما داریم توش کار میکنیم تو همون دوره متوقف شد دیگه و من اونجا فهمیدم یعنی بعد از مدتی نسبت دلیل توقفش الان بهتون خدمت میگم ببینید من یه بگم خدمت شما تو دوره اولی که آقای زرقامی آمد؟ نه نه تو دوره اولی که آقای احمدی نژاد می‌خواست رای بیاره آره اگه یادتون باشه یه گروه نه به یک بود یه بیان بله 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 بله, یادم بله، 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 بله. یعنی همون موقع اول یعنی حتی ما ام. به عنوان یه مجموعه از فیلم سازا که حالا بله. متعلق به یه مجموعه خاصی بودیم همون اول این احساس خطر بله. بله هشت, هشت به اضافه یک بود بله. 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 یعنی ما همون موقع احساس خطر کردیم اصلا منتظر نبودیم که چهار سال بگذره درست زمانی که آقای احمدی نژاد به ری... ریاست جمهوری رسید ما این بیانیه رو دادیم خود این بیانیه برای این مجموعه نه نفر هشت به علاوه یک خود به خود یه موانعی رو به وجود آورد دست بله که دوستان بدونن آقا بله. بله بود. آقای که جزو نشته به خیلی بودن محمد. بله،, بله. بله آقای, مجید آقای مجید بودن. مجیدی بله. آقای بودن آقای و میخوام بهتون بگم که خب از همونجا این حسه به وجود اومد اما حالا تاثیرش توی تلویزیون چیه یعنی الان کاری که مثلا فرض با خیلی از سریال های دیگه کردن با سریال ما هم کردن دیگه یعنی توقفی در سریال ایجاد کردن که الان که میشینن با هم محاسبه میکنن میبینن چه اشتباه بزرگی کردن برای اینکه ما الان داریم همون سریال رو یعنی برگشتیم به نقطه اول اینقدر به ما فشار آورد تلویزیون در که باید انجام بشه و میزان این تحصیحات و سانسور در واقع انقدر زیاد شد که خب تبدیل شد به اون موج مخالفتی که به وجود اومد دیگه یعنی بله. تمام شما میدونی که مثلا تقریبا این سریال از بدون اقراق از ده تا فیلتر عبور کرده بود برای پخش یعنی از ببینید مثلا ناظر پخش اصلی دیده بود یه شورای نمیدونم چی بود دیده بود چند تا شورای, شورای دیده, بودن. دیده بودن آدمای مختلف بله بله. تک تک اینو دیده بودن ناظر پخش هم دیده بود همه اینو دیده بودن با اینها که رفت روی آنتن بعد مشاور تاریخی دیده بود همه 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 رئیس شبکه هر کی خود آقای زرگامی هم میگن دیده بود اون موقع یعنی. و به ما گفته بودم مثلا اینجاش کجه اونجاش راسته این ابرو زیاد اصلاحات خیلی زیاد بود اون کردن که یه سری هم بکنیم تمام این کارو کردن که هیچ این هزینه ها رو شما در نظر بگیریم که بعد از این ماجرا متوقف شد الان به این نقطه رسیدن البته با یه در واقع کاری که ما کردیم یعنی یه حرکتی که تهیه کننده فیلم کرد الان به این نقطه رسیدن که همه اونها هیچ چی بوده نقطه درست, درست اولاً یعنی اولاً ما الان همه اونا رو گذاشتیم کنار اه. سویچ کردیم روی تایملاین اولیه یعنی اون چیزی که از ابتدا آقای طالبزاده نوشته بود و ما فیلم برداری کردیم و ساخته بودیم بود هم هم همونی که تصویب شده بود تو شورای بلن. الان میدونی که ما این زمان دکتر میرباغری بود بله الان آقای میرباغری برگشته تو همه چی میخوام بهتون بگم که این نیش زدن خود واقعا اینجوریه مثل میدونید مثل یه سلول سرطانی میمونن اینا که شروع میکنن از درون در واقع مجموعه ای رو از بین بردن و آروم آروم این بیماری رو تشدید میکنن و اگه جلوی این بیماری این سرطان رو نگیرید در واقع این نقطه پایانش انحطاطه و از بین رفتن همه چیه الان حالا باز دوباره یه مثال دیگه براتون بزنم همین الان همین اتفاقی که برای من افتاده توی تلویزیون یعنی توی تلویزیون یه برنامه ای به اسم هفت یه آقایی به اسم فراستی میاد یه دفعه یه حرفی میزنه در مورد تبریزی و خب هیچ کدوم از مدیرای سازمانم عکس العمل نشون نمیده من بلا فاصله با همون روز که مطلع شدم رفتم پیش آقای پور محمدی رفتم پیش آقای سیفی آزاد با هم دیگه جلسه داشتیم صحبت کردیم دائما بهشون میگفتم آخه نگاه کنید من دارم برای شما یه سریال میسازم یه سریال حساس یه سریال تاریخی که این در واقع سابقه و چی میگن گذشته رو پشت سر گذاشته شما, شما, با این برنامه دارین چیکار میکنین شما اصلا در روحیه من از بین میبرین یعنی من الان دارم احساس میکنم برای کسانی دارم این سریال میسازم که اصلا قدر این سریال رو نمیدونن اصلا قدر مجموعه ای که داره با تلاش و سختی من از الان که پیش شما اومدم از شهرک سینمای دفاع مقدس اومدم تو خاک و خل و داریم در واقع صحنه های پایانی رو میگیریم من خودم چون این روحیه رو ندارم در واقع من خودم آدمی هستم که خیلی مثلا فرض کن یکی اینجا برگرده به من یه فوشی بده من خیلی ازش ناراحت نمیشم چون میگم اون آدم یا مخبت مشکل در واقع مغزی داره یا اینکه از یه چیز عصبانیه اگه مخبت دیوانه است که باید بره قرص بخوره اگرم از یه چیز عصبانی میشنم باهاش صحبت میکنم و حلش میکنم من یه مادر بزرگی داشتم خدا اموتون رو بیاموزه بهش میگفتیم خانم گلین یعنی عروس خانم این این با اینکه سواد نداشت ولی خیلی چیزا رو من از ایشون یاد گرفتم به من میگفت کمال وقتی بیرون داری حرکت میکنی یه آدمی رو میبینی که خیلی سر تا پاش به نظر نمیاد که آدم متعادلی باشه اگه برگشت به تو یه لیچاری گفت یه چیزی گفت مواد جوابشو بدی چون که تو هم شبیه اون میشی اگه بخوای اون کارو بکنی شما شکایت کردی به تلویزیون نه من شکایت, شکایت, نه. شکایت نه. چی. نه. من فقط رفتم به مثلا رفتم گفتم که, که... ببینید بالاخره تکلیفتون رو با ما روشن کنید میخوام اینو بگم آقای جیرانی الان این اطلاعی که دارم اینجا میدم ممکنه فردا هم در واقع توی مطبوعات اعلام کنم گروه سازنده دارن به من میگن که آقا ما دیگه کار نمیکنیم برای تلویزیون ما برای این تلویزیون دیگه کار نمیکنیم از تهیه کننده فیلم بردار آر... چهره پرداز همه صدا بردار همه میگن آقا ما کار نمی کنیم با این تلویزیون تکلیف به خاطر همین ات... کاری که همین حرکتی که چون ببینید دارن میگن که آقا ما داریم برای یک کسانی ما الان خطاب مسئولین تلویزیونه ام. از مدیر عامل تلویزیون بگیرین که جدیدا اومدن تا بقیه حالا خود آقای دکتر میر باقی. خب ما الان چه روحیه‌ای داریم من خودم البته اینجوری نیستم ولی الان روحیه ندارم بچه‌ها سر کارم خانم کریمی آقای آرش مجیدی خانم نظریه همشون حس خوب،, خوب, نیست تا من صبح میرم سر که میگم آقا فراستی چی شد ماجرای فراستی چی شد میگم آقا هیچ چی نشد چیه مگه شما کاری نداشته باشین ولی واقعا داریم به یه جایی میرسیم که بخوایم تعطیل کنیم کارو برای اینکه دیگه روحیه کار کردن نداریم از یعنی از بعد با هیچ اکسل... اطلاق... اطلاق به شما, چی، هیت هیت با شما چی. یعنی یک کدومشون حاضر نیستن بیان اعلام بکنن که آقا ببخشید ما اشتباه کردیم من اصلا کاری به فراستی و افخمی ندارم برای اینکه اونا واقعا هم که گفتم بهشون گفته میشه این کارو بکنید و بیایید و برید و اینا من انتظارم از مدیران سازمانه یعنی اونا باید بگن آقا ما باید یه فکری بکنیم برای این برنامه ای که آخه چرا باید سازمان دقیقا مثل یه اقرب عصبانی خودشو نیش بزنه آخه شما چرا شما الان من ما من و گروه سازنده احساس میکنیم پشتیبانی نداریم پشت ما کسی نیست ما همجوری ولیم افتادیم <applause> یه جایی یا پولمون رو میدن یا نمیدن یا اصلا کار دارن ندارن اصلا نمیدونن مدیرای سازمان ما داریم چیکار میکنیم یعنی فقط از ما یه تایم میخوان و یه پولی که بعد ماهیانه بدن که اونم الحمدلله نمیدن الان دو ماه و داره میشه سه ماه که هنوز به بچه ها حقوق ندادیم پول ندادیم میدونین که وضع بله، خیلی خوب. این چه مدیریتی توی این سازمانه بس بعد چرا میگین چرا فکر میکنیم که داریم مدیریت میکنیم چرا فکر میکنیم که حتما یه برنامه ای ساخته میشه که قابل دیدن میشه شما وقتی که به عنوان تهیه کننده با یه کارگردان داری کار میکنی باید طوری ساپورتش کنی طوری بهش اطمینان قلب بدی که بگی آقا تو برو تو دل ساخت این پروژه پروژه سنگین یعنی ما داریم میرسیم به یه جاهایی که روزانه دو هزار تا سه هزار تا پنج هزار تا هنرور رو باید بیاریم مثلا تظاهرات زمان انقلاب رو بازسازی کنیم بعد یه دفعه فکر کنید مثلا خود سازمان برمیگرده با ما یه همچین رفتاری میکنه من که البته اونجوری تحت تاثیر قرار نمیگیرم ولی احساس میکنم که گروه در واقع شل میشن ضعیف میشن چون تو میگی که من از دیگه با شما تحقی... سراغ دارم به <تصفح> انتقاد پذیری شما من خیلی یعنی من به این راحتی من به این راحتی کسی نمیتونه عصبانی کنه ولی میخوام بهتون می یعنی من الان اون رو... روحیه رو دارم ولی واقعا مجددا کرد گفت من با کمال تبریزی خیلی دارم فیلمش هم خیلی دوست دارم مجبور منظورم خودش خیلی دوست دارم منظورم فیلم دونده زمین بوده یعنی این مصاحبه شما خوندی مصاحبه مجدد شدی نه متاسفانه نه خوندی؟ نه, خوندی؟ نه, نه. من انقدر گرفتار همین ساخت آره، نه مصاحبه کرد گفت که در واقع من کلمه رو برای فیلم به کار بردم فیلم های نظیر دونده زمین و در فیلم های نظیر خانواده محترم که مصاحبه کرد بعدم گفت از شما ارادت داره به فیلم چیز خیلی دوست داره فیلم آره ارادت آره. داره ولی باید بره مشکلش رو حل کنه نه جدی میگم یعنی <applause> این میدونید خب بالاخره الان میتونیم من مثلا تردنم نداره چی که دونده زمین قبول <applause> نده دونده زمین اصلا الان براتون توضیح میدم آه. من این حدود فکر میکنم که حالا خودشم احتمالا یادش میاد فکر میکنم مثلا دو هفته پیش تو خیابون فراستی رو دیدم من تو ماشینم بودم فراستی دیدم ترک یه موتور نشسته داره با سرعت میاد میره همینجوری با همدیگه سلام علیک کردیم من فکر میکنم که واقعا یعنی من احساس ترحم میکنم نسبت به این آدم و یه حس دلسوزانه دارم نسبت به این آدم که داره در واقع توی موقعیتی قرار گرفته مجبوره یه حرفایی رو بزنه که ممکنه اگه با تو ما رو در رو بشه اصلا نتونه هیچ کدوم از اون حرفا رو بزنه و خب این خیلی بده یعنی کسی که نتونه استقلال خودش رو حفظ کنه و مجبور باشه که حرف دیگران رو در قالب مثلا فرض کنید یه روشن فکری که حالا مثلا میخواد نقد فیلم بکنه یه جوری در واقع حرفایی بزنه که به نظر میاد که از این سطح سواد و اینا خیلی بعیده و نباید اینطوری باشه اما در مورد فیلم دونده زمین اینو خدمتون بگم که ببینید دونده زمین واقعا چون ما هم من هم آقای شجانوری هم دیگر دوستانی که فیلم کار میکردن میدونستن که این فیلم اصلا نقد در واقع دولت آقای احمدی نژاد و از نظر من بلایی که سر مردم آورد و فکر می کنم که اون موقع هم که داشتیم این فیلم کار می کردیم اصلا به همین دلیل بعد از اینکه فیلم ساخته شد اصلا اجازه نمایش ندادن بهش و بهش پروانه سینمایی ندادن باش مخالفت کردن به دوران شمقدری کاملا یعنی از اون دوره باقی موند 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 تا اینکه الان تونستیم توی هنر تجربه. هنر تجربه اکرانش بکنیم فیلم ببینید در واقع داره اشاره میکنه به یه روستایی که توی ناکجا آباده و آدمایی که خموده شدن و خسته هستند و نای کار کردن ندارن یا به عبارتی بگم بهتون که وقتی که دارن یارانه میگیرن دیگه نیازی به کار کردن ندارن و احساس نمیکنن که باید برن کار کنن یعنی یه خانواده ده 15 نفره توی روستای دور افتاده وقتی بهش بیان مایه 40 50 هزار تومان بدم میگه دیگه من برای چی کار بکنم دیگه یعنی اصلا میگه جمله معروف افلاتونه دیگه میگه اگه یه ماهی به من بدی برای یه روزم کافیه اگه دوتا ماهی به من بدی برای دو روزم کافیه ولی اگه روش سید کردن به من آموزش بدی برای همه عمرم کافیه. و ما این کارو نکردیم ما اومدیم این ماهی رو تقسیم کردیم بین مردم در یک دوره بعد الان میرسیم میبینیم که دیگه ماهیا ته کشیده و دیگه خیلی سخته برای دولت که بتونه این یارانه رو بده و بعد دهن مردم هم بازه برای اینکه بتونن این یارانه رو بگیرن نه تنها اخشار ضعیف قوی نشدن بلکه ضعیفتر شدن و تورم افزایش پیدا کرده و هزار تا مشکل اقتصادی برای مملکت به وجود اومده فیلم میخواد اینو بگه فیلم میخواد اینو بگه فیلم میخواد بگه که آقا مردم در واقع یک گمشده ای دارند و یک کاراکتری توی فیلم هست که ننه مراده یا حالا اسمشو دقیقا خاطرم نموده برای اینکه مدت زیادیه دنبال یه کلیدی داره میگرده میدونی یعنی در واقع فیلم داره اشاره میکنه که آدما دوچار نسیان میشن دوچار فراموشی میشن دوچار سستی میشن دوچار تزلزل میشن میتونن اشتباه کنن میتونن کاهلی کنن تنبلی کنن سستی کنن میتونه نیروی تولید از بین بره و جامعه سرد و یخ زده بشه و توی این روستا یک معلمی هست که اتفاقا اونم ایرانیه این معلمو میفرستم برای این روستا که بیاد درس بده برای اینکه دیگه نه درسی هست نه مشقی هست نه مدرسه ای بازه من در واقع میخواستم تعبیر بکنم به جامعه ای که از این تو،, تو, این هشت ساله اگه ادامه پیدا کنه تهش اینه یعنی ادامهش میشه یه همچین جامعه ای که یه معلمی رو میفرستن که از معلم هم منظور نظر یعنی نظر مشخص داشتن برای اینکه معلمی که میتونه در واقع جامعه رو اصلاح بکنه انبیا شکل معلم رو دارن در واقع حکم معلم رو دارن برای جامعه یه معلمیه که میاد سعی میکنه آروم آروم مردم رو از خواب بیدار کنه مدرسه رو بازگشایی کنه کلاس ها رو مرتب بکنه به بچه ها درس بده و سر آخر اون دونده ژاپنی هم که اومده توی این روستا و میخواد این مسیر عبور کنه بره اون دونده ژاپنی اونجا میفهمه که سرطان داره یعنی وقتی وارد ایران میشه متوجه میشه سرطان داره این واقعیت داره یعنی وقتی میدویده متوجه شده که سرطان داره. وقتی اون معلم هم وارد روستا میشه و میفهمه سرطان داره اونم دوچاره یأس میشه اونم دوچاره ناامیدی میشه که معلمه به داد اونم میرسه معلمه یه جلسه باش میذاره براش یه استخاره از حافظ میگیره شعر رو براش میخونه ترجمه میکنه و اون میفهمه که راه قلبه بر که به مسیرش ادامه بده و بلند میشه و ادامه میده اصلا حرفی که آقای فراستی میزنه ربطی به فیلم نداره در, فیلم در مورد زد این فیلم نیست در واقع اصلا اینجوری نیست یعنی من این کاش تو فیلم ببینم که در کاملا فیلم داره اصلا یه در واقع یه بیانیه ای رو داره صادر میکنه که مالی یه مقطعیه منم اینو گفتم توی این گفتم آقا اینو من حسم رو نسبت به این دوره 8 ساله دارم میگم یعنی این اینجوری طب. بعد هم یه روستای ناکجا آباد دور افتاده ایه اصلا ربطی به <applause> مجموعی که خیلی خیلی مهم تو حرفای اولت بود که الان گرچه من تو خانه سینما یک کمکاری و یک تفاهم میبینم اون جامعه سنفی هم در واقع یک اتحادی در واقع شکل گرفته اما من حس می که زیربنای یک سری ها هنوز باقی مونده چگونه میشه اینو مثلا اینو در واقع حل کرد که جامعه برگردی جامعه هنری خودمون به سیاست روش کار ندارم جامعه سنفی و سینمایی خودمون برگرده به اون تفاهم اولیه یکی اون طرف نباشه یکی این طرف باشه داریم. و با دعواها ها و این دقیقا. ببینین ما بخوایم نخواهیم جامعه هنری به ویژه به نظر من سینما ما زیر بین هستیم شدید و دشمن داریم یعنی بدخوا داریم اینجوری بگم بهتون بدی دل... یعنی یک گروهی وجود دارن توی جامعه تو مملکت که نمیخوان این سینما در واقع اون شکل درستش رو پیدا بکنه اون شکلی که مفاهیم عمیقی میتونه توی فیلم شک بگیره یعنی در واقع دوست دارن که سینما بره به سمت یک جور تفریح و سرگرمی ساده و معمولی و بدون اینکه نقد اجتماعی داشته باشه بدون اینکه بتونه لایه‌های مختلف رو در واقع زیر و رو بکنه بدون اینکه بتونه بحث سیاسی داشته باشه بتونه روی سیاست مدارا تاثیر بذاره بتونه راجبه همه اجزایی که توی جامعه وجود داره در واقع حرف بزنه میدونی و این این یه مبارزه ای که داره اتفاق میفته و فکر می کنم که راه مقابلش اینه که ما در واقع بیایم هممون کنار هم قرار بگیریم برای اینکه دونه دونه ما رو نشونه میکنن نشونه گیری میکنن و تنها گیرمون میارن و شروع میکنن به ضربه زر بزدن. به بهانه های مختلف یعنی مثلا من دونده زمین یه بهانه شما شما برین فیلم رو ببینی متوجه میشین کاملا که یک بهانه است و حالا منتظر بهانه های دیگه هم هستن خب این از یک طرف آدم رو تختعه میکنه از یه طرف دیگه یعنی در واقع من دارم همکاران هم میگم و من که در واقع کار خودم رو میکنم هم از اون طرف یه جور ترس و روب ایجاد میکنه دیگه ببنید. من یه پرانتز باز کنم که بحث بشه میگی وقتی یک گروهی هستن که در واقع دلشون میخواد سینما بره به سمت اینکه فیلم بفروشه با مردم ارتباط برقرار کنه خب اهالی سینما هم بعضیشون که این تفکر رو دارن بله. یعنی که برن اما در دل این حرفه تو که گروه هستن یه گروه سیاسی هم امکان داره باشن یه تفکری داشته باشن که سینما رو در واقع داره میره به سمتی که ما دوست نداریم بله. اینا تفکیک نمیخوای بکنی نه من میخوام بگم چرا دوست نداریم سینمایی که داریم میره ما چرا مثلا کار آقای فرهادی وقتی توی کن جایزه میگیره چرا دوست نداریم چرا نمیپسندیم بالاخره یه فیلم از مملکت ما رفته اونجا و جایزه بهترین بازیگری و بهترین فیلمنامه رو گرفته این کسب افتخار برای سینما به قول یه دوستی میگفتش که این دوتا اعتبار دادن به جشنواره کن خوبه یعنی چرا ما نباید حضور پیدا بکنیم چرا ما نباید در واقع در جریان یعنی فکر و مسیر مخالفان و حضور ما در فستیوال تو خودمونم هست قطعا تو خودمون هست ببینید آقای جیرانی دوتا دو تا بخش داره آه. تو خودمون منظورم اهالی سن قطعا هست ببینید دو تا بخش داره آه. یه بخشش یه جریان خارج از سینما است همین که ه... میخواد حتما سینما رو در واقع تو اون مسیری که خودش میدونه حرکت بده اینها آدمایی هستن که بعضیاشون شامل امثال فراستی و اینا میشن و یعنی از نظر نوع بیماری دارم میگم یعنی بیماریشون اینه که چون بهشون توجه نمیشه دلشون میخواد مورد توجه قرار بگیرن یعنی مثلا فرض کنید که اگر همین فیلم آقای فرهادی که توی جشنواره کن مطرح شده به فرض محال اگه مثلا فرض کنید فیلم آقای شورجه بود دیگه باش همچین برخوردی نمی کردن. چون که ببینید چون اون اقبالی که باید نسبت به یک فیلم وجود داشته باشه اقبال عمومی رو دارم میگم نسبت به فیلم آقای شورجه نیست مثلا یه فیلمی میسازه که تو همون جایی که ساخته هم حاضر نیستن نمایشش بدن یا اصولا در واقع اون ویژگی رو نداره ولی مثلا فرض کنم وقتی آقای دهنمکی میسازه حالا اصلا بررسی نمی کنیم که چه وچی از یعنی چه لیولی از در واقع ساخت ساختار داره چه در واقع چی میگن ضعف و میگن قوتی داره اصلا اونشو نمیخوام در نظر بگیرم صرف اینکه آقای دهنمکی خود به خود تو اون گروه قرار میگیره بنابراین اگه آقای دهنمکی یه فیلم بسازه که از آقای فرهادی بدتر باشه از فیلم فروشنده و بره تو کن جایزه بگیره دیگه این کارو نمیکنن باشه یعنی دیگه باش همچین برخوردی نمیکنن این این یه بحث جدا اتفاقی با... نمیفته خب میگم بر فرض محال اولش این خوب... گفتم <تصفح> <تصفح> خدمتتون <تصفح> <تصفح> ولی میخوام بگم, بگم که یه جریان اینجوری وجود داره یه جریان دیگه هم وجود داره که اون جریانی است که در وجود همه ما هست آها یعنی ما هم به هر کدوم از ما شخصیت هایی هستیم آدم هایی هستیم که نقاط قوت و ضعف داریم صفات خوب و بد داریم یعنی مثلا به جای اینکه قبطه بخوریم به یه فیلم حسادت میکنیم به اون فیلم و این به همون لطمه میزنه چون ماها آدم هایی هستیم که ادعای فرهنگ و هنر داریم ادعای ساختن جامعه داریم ادعای اینو داریم که ما با بد ها مبارزه میکنیم توی فیلممون ما با در واقع حرکت های غلط اجتماعی تو با فیلمامون مبارزه میکنیم ما با اشتباهات سیاسی تو فیلمامون مبارزه میکنیم ما با چیزهایی که در واقع آزادی رو از مردم سلب میکنه با اونا مبارزه میکنیم و وقتی همچین ادعایی داریم خودمون باید دیگه اون مشکلاتو نداشته باشیم خودمون دیگه باید نفسانی از نظر نفس و در واقع اون چیزی که دلمون میخواد داشته باشیم یه مقداری باید درون کنترل بیشتری نسبت به دیگران داشته باشیم باید یاگوی درونمون رو کنترل کنیم. کنیم و تا جایی که میتونیم سرکوبش کنیم همه اون کارا رو او یاگوه میکنه یاگویی که به هر حال تو وجود همه هست بنابراین یک خصلت بعد هم متاسفانه این فقط توی سینما نیست در... تو همه هنرها تو احنا. همه در واقع اقشار مختلف جامعه وجود داره ای تو سینما بیشتره تو سینما یه خود بیشتره و مخصوص جامعه ایران متاسفانه و این یکی از عوامل جلوگیری از رشد ما تو همه شاخه‌هاست یه نفر که یه خورده موفق میکنه موفق میکنه موفقیت زیادی به دست یه موفقیت یه خورده که میره تو اون اوج همه میخوان یه جوری پاچه اینو بگیرم بکشنش پایین پای اینو بگیرم, ت... بگیرم بکشنش من اون جن بایم. اون تکلیف اون جنای سیاسی که مخالفه کاملا روشنه بله. که باید با یه دیدگاهی با یه بله. تفکری با یه واسطه به طرز اونجا تلقی, با با تلقی بله. مخالفه یه سری فیلمه این خودمونیم که چجوری جوری میتونیم با همین این, این فیلم کنم این دیگه این مبارزه مونیم. با نفس انسان هاست دیگه یعنی باید یاد بگیریم سعی کنیم در واقع کف نفس داشته باشیم سعی بکنیم آنچه رو که به خودمون میپسندیم به دیگران هم بپسندیم دوست داشته باشیم که این اتفاق بیفته این مال دیدگاه ما هم هست یعنی ما مثلا فرض کن خیلی از من توجه میکنم خیلی اگه دقت بکنی خیلی از دعاهایی که توی اعتقادات ما وجود داره دعاهای جمعیه اصلا انفرادی نیست یعنی میگه مثلا فرض کن اللهم رد کل غریب یعنی همه آدمایی که قریب هستن اونا رو یه جوری اللهم فک کل اسیر هر کی تو این دنیا اسیره خدای اونو آزادش کن هر کی تو این دنیا بدهکاره خدای بدهیشو بده هر کی تو این دنیا دوچار مشکله خدای مشکلشو اللهم مشف کل مریض هر کی مریضه یعنی ما برای همه باید دعا بکنیم نه برای شخص خودمون وقتی برای همه دعا بکنین در واقع اثراتش به ما هم میرسه یعنی اگه ما سعی کنیم که سینمامون رو قوی بکنیم و هممون پشت همدیگه باشیم و کنار همدیگه باشیم و بتونیم به صورت یک جمع عمل بکنیم جمعی که با سلایق مختلف کنار همدیگه قرار گرفته سعی هم نکنیم که ای مثل همدیگه باشیم هر کسی مدل خودش رو داره تفکرهای مختلف و جانرهای مختلف به ما تا وقتی که خودمون هستیم چیزی هست یعنی آزادی, آزادی بین خودمون نهادینه کنیم دقیقا آزادی خودمون نهادینه کنیم و قبول کنیم رو که با این روحیات هستیم و اینجوری فیلم میسازیم و این همون چیزیه که متاسفانه امثال آقای فراستی و آقای افخمی نمیخوان یعنی در واقع میان اصلا همه فیلم ها رو با یه جارو و خاک اندازم جمع میکنن خیلی یه چیزی میشه ما قفقه سازنده متفاوت تو ایران <applause> همینطوره بایده یعنی بایده باید بگیم آقای افخمی همونطور که تو انتظار داری به فیلم های شما احترام بگذارن سعی کن یه برنامه هم تولید بکنی که دیگرانم هم به دیدگاه های شما انتظار شما به دیگران دیدگاه دیگران و فیلم های دیگران احترام بگذارید اینجور این ببینید معلومه برنامه هفت از یه دوره‌ای به بعد آخه خب ما تو این مملکت هر دفعه که یه کسی میاد جای یه کسی دیگه همیشه بدتره میاد بهتره نمیاد نفر بعدی که میاد حتما بدتره ما تا حالا ندیدیم که مثلا یکی بیاد بهتر بکنه الا مثلا فرض کنید آقای روحانی رو البته بگیم بعد از دوران هشت ساله اومده خب بهتره در واقع نمیتونیم اینو از آن نکنیم ولی میخوام بهتون بگم که چرا ما میخوایم بدن این سینما رو متلاشی بکنیم و چرا میخوایم همه چی زیر سوال ببریم اصلا چرا تلویزیون یه برنامه ای داره درست میکنه که توهین کنه به اهالی سینما توهین کنه به مدیران سینمایی تلویزیون تلویزیون آدمی که انتو تاک معمولا برمیگرده به خسلت های آدم هایی که اجرا میکنن اما برمیگرده به شرایط سیاسی هم بر که چه دوری تو شما ببینید, ببینید شما آله. شما وقتی استیتمنت داشته باشید. یه معمولیت داشته باشید در واقع. این داستانیه که پول اگر داشته باشید کاملا میتونید اینو بلی. یعنی من اصلا نمیتونم باور پلی کنم پلی. که مثلا برنامه هفت همینجوری علکی در واقع چک گرفته و مثلا آقای افخمی داره حالا این دفعه قبلا آقای جیرانی بود بعدش آقای گبرلو بود و حالا آقای افخمی من اله اصلا اینو واقعا اینطوری نیست هیچ حساب شده گیر نه ببینید آخه وقتی آره تغییر میکنه آره نیست وقتی تغییر آره. تغییر میکنه, آره تغییر میکنه، آره من این اتفاق میفته می من اولین جلسه که با آقای افخمی صحبت کردم با آقای افخمی گفتم که تو نباید در تقابل با یه جریانی قرار بگیری که اون گفت من اتفاقا دوست دارم با اون تقابل در اون جریان قرار بید. من گفتم تو نباید باش اتفاقا بحث ما خیلی بحث تندی هم شد تلویزیون هم پخش کرد بلده. سر قضیه جریان روشن بله. جریان روشن فکری رو تلویزیون به رسمیت نه نمیشناسه تو تو این جریان رو نباید بزنی تو باید اتفاقا سعی کنی با این جریان اتفاقا این جریان رو تایید کنی با این جریان همراه باشی که در واقع گفت نه به این داستان ما اینه که این جریان روشن فکری سال خاص داره تو همه جا فوش میخوره و در واقع با باره ولی واقعا هیچی حساب شده نیست آقای تبریزی من توی اون دو سالی که توی هفت کار کردم متوجهم هیچی حساب شده نیست یعنی هیچ کس باور نمیکرد که به ما نگفتن که این کار به ما چی نمی گفتن که این کار گفتن آقای تبریزی نیار. ما اسم دادیم گفتیم آقای تبریزی مثلا میگم حالا بله. شما که چیز نبودیم ولی بله. میگفتیم آقای تبریزی میگفتن نه, نه. میگفتیم آقای ایکس میگفتن آره بله. در واقع اینو میگفتن ولی بله. بله می نمیگفتن که وقتی آقای تبریزی را بردین از آقای تبریزی این ساله بکنیم بله. تنها چیزی که میگفتن میگفتن آقای مثلا فراستی مواسب باشین فیلم ملک سلیمان نکوبه آه. ببین نکته این بود چیزی که درسته ولی بله نگاه وقتی شما ببینید که یک مجموعه امکان در واقع توانایی اداره این برنامه رو نداره یعنی من واقعا فکر میکنم آقای افخمی توانایی اداره این برنامه رو نداره یعنی در اولین برنامه تلویزیونی که بی در و پیکر بی سر و ته و شلخته یعنی اصلا معلوم نیستش که بالاخره اینا حرف حسابشون چیه یعنی اون سینمای آرمانی که بهش توجه میکنن و میگن آقا همه باید اینجوری فیلم بسازن اون کجاست اون جشنواره ای که باید درست عمل بکنه اون کدوم جشوار است تمام جشوارها زیر سوالن هم. همه جشوارها زیر سوالن از جشوار فجر خودمون بگیر تا جشوار الف جهانی و بقیه ماجرا یعنی این اصلا فقط یک به نظر من دستور وجود داره مخالف ج... جریان حرکت کردن یعنی در... ما قدیما داشتیم دیگه میگفتیم ما مثلا میرفتیم با کمونیستا بحث میکردیم اینو به خاطر میگم که آقای فراستی یه دوره‌ای هم خیلی علاقه و گرایشات کمونیستی و اینجور چیزا هم داشت نمیدونم حالا تو یکی از این گروه مروها بوده که حالا دیگه حال گذشته ولی یادمه که اون موقعا میگفتن که یادمه دیگه من چون وارد دانشگاه می شدم من چون توی گروه سازمان دانشگاه مسلمان بودم خب یه گروه چپم توی دانشگاه بودم بله اونا بله. فیلم فیلمای منظومه پداگوژیکی و مادر و اینا رو اکرام میکردم ما میرفتیم می بله می دیگه بله, بله, بله. ما می... رفتیم. بله ما میرفتیم مثلا فیلمای فارنهایت 451 مه. و نمیدونم این چیزا رو اکرام میکردیم نشون می نبرد و نشون میدادیم نبرد الجزایر رو اینا رو ما نشون میدادیم و همیشه با هم کلکل کل داشتیم یه اصطلاحی وجود داشت بین ما میگفتیم آقا این چپیا یه ویژگی دارن اونم ویژگیشون اینه میگن آقا منتظرن که شما یه موضعی مشخص کنی اونو بکوبن یعنی منتظرن شما بگی که در چه موضعی هستی و چه ویژگی داری و چه اعتقاداتی داری, داری شروع کنن اونو بکوبن اصلا دیگه کاری ندارن که آیا بخشی از اون اعتقاد با اعتقاد من ممکنه مماس بشه یکی بشه هماهنگ بشه نه فقط منتظرن که بکوبن الان یه همچین حسی وجود داره یعنی من فکر میکنم که یه سری از سینماگرها در سینمای ایران همین سینماگرهای همکار من حتی اگر بهترین فیلم در واقع چی میگن روی کره زمین رو هم بسازن فیلم هم حتما با اون مخالف برنامه حتما با اون مخالفه و آقای فراستی میاد میگه این مزخرف آشقال به درد نخوره دوربینش اینجوری اونو تموم شد یعنی یه سری کلیگویی و تمام در که من میگم من اینو همیشه حرفی بوده که مثلا به آقای گل خیلی نشستیم با هم صحبت کردیم گفتم به خیلی از منتقدید. منتقدین که منتقدن یعنی در واقع میتونیم بگیم که وقتی یه فیلمی رو نقد میکنه اونم چیز یاد میگیره ازشون و فیلمساز نیازمنده به منتقده یعنی نقد فیلم باید صورت بگیره وگرنه فیلمسازم در واقع یه جوری میپوسه و از بین میره و اون پویاییشو از دست میده فیلمساز باید فیلم بسازه و منتقد باید نقدش کنه دوچار یک چیز شدم دو چار یه تردید شدم آقای افخمی، آقای رئیسیان، شما و چند تا کار از یه جنسی یه جنس کاملا، ولی آقای آ... چی شده که اختلافات اینطوری آقای... شده من فکر میکنم که آقای جیرانی ما مادامی که نخواهیم خیانت کنیم به هم دیگه من متاسفم که دارم اینو میگم ما باید فکر کنیم که ما جایگاهمون و پایگاهمون اصلا همین سینماست خود تلویزیون باید اینو فکر کنه یعنی خود مدیران تلویزیون باید بگن که آقا این سینما جزوی از ماست اینا همه هنرهای نمایشیه ما الان چرا همه از تلویزیون فرار کردن الان چرا شهاب حسینی بر نمیگرده به تلویزیون آقای شهاب حسینی ترجیح میده بره بیرون مثل آقای کار... کارگردان آقای هم آقای فتحی و هم آقای شعب حسینی یه دوره برای تلویزیون, تلویزیون کار میکردن اصلا اصلا کار تلویزیون الان رفتن بعد. بیرون دارن کار میکنن موفق هم هستن اصلاً. اصلا اون درد سرار هم ندارن اون مشکلاتی که تلویزیون برایشون ایجاد میکردن ندارن آدمای موفق مثل یه سریال هم ساختن همه ایران دارن میبینن خب فکر نمیکنه تلویزیون به این چیزا یعنی فکر نمیکنه که آقا تو داری با این کارت داری سینمایی که توش آدمایی هستن که سرشون به تنشون میارزه داری اینا رو از دست میدی تو به جای تو چرا میای تخریب میکنی مثلا کیانوش عیاری رو تو بیا کیانوش عیاری یه دوری برای شما سریال ساخته و شما پخشش کردی شما سریال دکتر قریب رو برای شما ساخته به این زیبایی خب تو یه کاری بکن که آقای عیاری بیاد ده تا دیگه از این سریال رو برای تو بسازه چرا یه کاری که زانه شاینه آقای عیاری بر بر آره بر داره برمیگرده ولی امیدوارم امیدوارم برگرده ولی من بعید میدونم با این شرایط بتونه آقای کار راستش... بکنه بازم من تلویزیون رو میفهمم دچار شرایط سیاسی اجتماعی پروسه های مختلف سلیقه های مدیرانی که بازم سلیقه های حاکمیتی نیست سلیقه مدیرانه و بعدم میفهمی که حاکمیت نظرش چیز دیگری بوده و مدیران سلیقه بودن فیلم سازانی مثل شما رئیسیان افخمی رائی اینا همه از یه جنسین یه تفکرین فیلماتون این نشون میده کاملا اما الان در کنار هم نیستی نه متاسفانه. بذاریم من این مثالم براتون بزنم برای که تو را اومدم گفتم باید حتما اینو بگم نگاه کنید. الان بلایی که داعش داره سر جهان میاره بعد با اون ریشی که گذاشتن و در واقع همه چی رو دارن زیر سوال میبرن دیگه یعنی اصلا دارن خود یعنی در واقع جریان داعش در واقع داره یه جوری اسلام رو تخته میکنه دیگه یعنی اون رو تحت و شعوا قرار میده و الان تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا اسلام و داعش رو با همدیگه دیگه مترادف بلی 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 میگن. بلی. اینا این هم دیگه تندرویی اینجوری داره. همین کار داره میکنه آقای فراستی و آقای افغانی دارن همون جوری دارن عمل میکنن داعش چیکار میکنه آدما رو میگیره در جا بدون محاکمه گردن میزنه همین کارو نمیکنه با فیلم ها و کارگردان ها یعنی بدون محاکمه دیگه یعنی در واقع اون دلش میخواد میدونم ما کمی چه فیلم سازو میگم من اینو میخوام بگم میخوام بگم اون چیکار میکنه اون بدون دادگاه اصلا میاد اونجا یه دونه حکم میخونه همونجا گردن طرفو میزنه اینا هم همینجوریان دیگه خودش میشینه یه منتقدم میاره که مخالف فیلمه نمیگه اقلا ما یه کسی رو بیاریم که از فیلم دفاع کنه یه کسی رو میاره که اونم مخالف فیلمه میشینن دوتایی پنبه فیلم رو میزن آخه این کجاش عدالته کجاش انصافه که یه کسی بخواد بیاد این کار بکنه من دارم میگم خب وقتی آقای افخمی این کارو رو میکنه بدون ملاحظه و در واقع یه تیریبونی در اختیارش قرار گرفته یه مبلغی هم حتما بهش میدن نوش جونش ولی من میگم آقای افخمی تو این رفتی نماینده مجلس شدی رفتی تو مجلس هیچ کاری که برای سینما نکردی اقلا اومدی یه همچین تیریبونی توی تلویزیون به تو دادن اقلا یه نام نیک از خودت بذار اقلا یه کاری برای سینما بکن این که تو بخوای با همه چی رو بعدم شوخی های لوس بیمزه که اصلا هیچ طرفدار نداره هیچ کسی هم فقط مثل اون حالتی که دیدین دیگه الان یه خورده جامعه دوچاره یک همچین انحرافی شده مثلا وسط خیابون یه تصادفی میشه یه نفر مثلا تصادف میکنه خون ریزی همجور افتاده داره خون ازش میره به که زنگ بزنه اورژانس همه موبایلاشون رو در میارن و فیلم می فیلم میگیرن که بزنن تو اینستاگرام تو هم دارن همین کارو میکنن دیگه یعنی دارن در واقع با سینما دارن یه همچین کاری میکنن دیگه به جای اینکه در واقع کمک بکنی تو تو اگه یه برنامه سینمایی هستی اگه به سینمای ایران کمک نکنی اصلا اون بخشی که تو قبول داری مثلا نمیگم اون بخشی که قبول نداری همون بخشی که تو قبول داری همینی که میگی ماها همه با هم دیگه هستیم من بعید میدونم مثلا آقای افخمی از من بدش بیاد من تصور من ندارم. از من تصور ندارم, من... ندارم چه یادم توی برنامه‌اش میگفتش که مثلا تبریزی منو دوست نداره گفتم نه آقای افخمی چرا میگی من تبریزی منو دوست ندارم من تو رو خیلی دوست دارم اتفاقا چون از قبل آقای افخمی استاد من بوده به من چیزی یاد داده من درس واحد تحلیل فیلمو در دانشگاه هنر با آقای افخمی گذروندم من نمیتونم در واقع نسبت به او کینه داشته باشم من نمیتونم از برم. برام بیاد ولی آقای افخمی میخواست بگم بهت خب آقای و ولی آقای جیرانی متاسفانه آدم‌ها باید می... یه دعایی هست خیلی خوبه میگه خدا آدمو عاقبت به خیر کنه این خیلی مهمه آقای جیرانی یعنی ما ممکنه مدت توی زندگیمون کارهای خوب بکنیم بعد این یکی دو سال آخر عمرمون رو دست به کارهای بد بزنیم و اون عاقبت خودمون رو خراب بکنیم من احساس میکنم که یه همچین اتفاقی داره میفته یعنی کسی که در واقع اون مجموعه فیلم ها رو ساخته چرا چرا مثلا تو خودت یه دوره فیلم ساختی رفتی کن فیلم تویکن انتخاب شده رفتی اونجا فیلم های رو ساخته بعد می میدونی دیگه مثلا آخه وقتی یه همچین فیلم من گفتم ایم. میره به شما اصلا یه همچین حرفی گفتم میزنی گفتم. من نمیخوام بگم چیزی وجود نداره ولی اینکه شما یه دفعه همه چی رو از ریشه بزنی اصلا این, اصلا جشنواره کنی شرایط خاص تو خودش داره کاملا این مثل, داره مثل, مثل گردن زدن داعشه آره. یعنی اصلا کاری نداره که این آدم آمریکاییه مسلمانه مسلمونه حتی یعنی مسلمون شیعه و سنی هر دو تاشو با هم گردن میزنن یعنی میدونید بدون اینکه هیچ در واقع تخفیف چرا میخوان این کارو بکنن در واقع یک ترس میخوان ایجاد بکنن اونها هم ماموریت دارن دیگه ماموریت دارن که یک جریانی رو به وجود بیارن که در واقع کسی نتونه در مقابلش برابری بکنه و همه توی آن چیزی که به ذهن مستقل خودشون میرسه احتیاط کنن در واقع یه جور خودسانسوری کنن متاسفانه آقای افخمیان داره این کارو میکنه در واقع داره القایی میکنه به فیلمسازا با این برنامه که فیلمسازا رو دوچار خودسانسوری بکنه یعنی فیلمساز بگه ببین من اگه الان مثلا <تصفح> یه همچین فیلمی به یه همچین موضوعی بسازم یه همچین اتفاقی میفته آقای فراستی هم که ماشاءالله خود ریشش از قدیم و ایام مثل داعشی ها هست دیگه اصلا میشه خود به خود نماینده <صیح> داعش فرهنگی میشه در ایران دقیقاً یعنی زمانی که من ریش داشته آقای فراستی ریش داشت بله بله آقای فراستی بدون ریش من یادم نمیاد اصلا بله بله همیشه با ریش بدون ریش یادم نمیاد در گفتگوی اخیر رئیس سازمان سینمایی با برنامه 35 ایوبی از تعدادی از فیلم های پشت خط مونده نام برد که یکی از اونا دلم میخواد بهمن فرمانان را بود تو همین گفتگو مشخص شد که مشکل فیلم فرمان مشکل ممیزی نیست و اختلاف نظر میان تهیه کننده و کارگردان دلیل اکران نشدن فیلم هرچند که فیلم ظاهرا در زمان دریافت پروانه ساخت گرفتگیرایی داشته بخشی از این فیلم رو میبینیم تا بعد درباره بقیه فیلم‌های توقیفی هم صحبت کنیم. جاره توقیفی البته به همین فیلم فرمان خط نمیشه. همیشه فهرست بلندبالایی از فیلم‌های پشت خط مونده وجود داشته که معمولا با تغییر دولت‌ها از تعداد اونا کاسته میشه البته باید اعتراف کرد که دولت جدید و سازمان سینمایی سهم اندکی داشتن توی رفع توقیف فیلم ها فقط فیلم قصه های رخشان بنی اعتماد بود که توی این دولت تونست رفع توقیف بشه و سال گذشته اکرام میشه در عوض تعداد زیادی فیلم همچنان از در واقع سالهای قبل باقی مونده بود که نتونست اکرام بشه و تو همین دولت هم چند تا فیلم توقیفی به نام همین دولت ثبت شده از در خانه دختر گرفته تا عصبانی نیستم خانه پدری رستاخیز و سالهای قبلم میتونیم به های دوست داشتنی هم اشاره بکنی و مادر قلب اتمی شاید به خاطر تعداد فیلم های توقیفیه که سازمان سینمایی تصمیم گرفته شورای عالی نظارت تشکیل بده برای اولین بار برای صاحبان فیلمایی که در واقع اعتراض دارم به رأی شورای پروانه نمایش و میخوان فیلمشون رو اکرام بکنن و شکایتشون رو به مرجع دیگری ببرن الان میتونیم راجع به نکته دیگه هم بهش اشاره بکنیم اینکه الان شایع شده که سازمان سینمایی و حوزه هنری در واقع طبق یک توافق پشت پرده برای اکران فیلم ها تصمیم گیری میکنن یعنی ما تو این سالا همیشه شاهد بودیم که حوزه هنری دست روی تعدادی فیلم ها و از اکران اونا توی سینمای زیر مجموعش جلوگیری میکرد اتفاقی که باعث شده بود که اختلاف نظر میونه اهالی سینما بیشتر بشه و بخشی هم جناهبندی ها هم شکل بگیره به همین دلیل اما الان شنیدیم که برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات خود سازمان سینمایی فیلم ها رو در واقع با هماهنگی حوزه هنری بهشون پروانه نمایش میده در واقع اصلاحی هایی که مد نظر حوزه هنری هست خود شورای پروانه‌نمایش به صاحبان فیلم‌ها اعلام می‌کنه تا فیلم‌ها فیلم هایی که پروانه‌نمایش بگیرن بتونن تو همه سینما اکرام بشن شنیدیم که بارکد طبق همین ضابطه پروانه‌نمایش گرفته و البته مادر قلب اتمی هم ظاهرا ارجاع داده شده به حوزه هنری فیلمی که چندین و چند بار اصلاح شده چند بار پروانمایش گرفته ولی دوباره اصلاح شده و در نهایت سرنوش نامعلوم پیدا کرده در آخرم هم از این فیلمو رو میبینیم که البته برای اولین باری که داره پخش میشه الان ما چیکار کنیم که این اختلافاتی که هنوز نشانه هاش باقیه و یه چیزهای توش هست رو برطرف کنیم و سینمایی که و فیلم سازانی که واقعا از فکری به هم نزدیکن باز کنار هم بشینن در کانون کارگردان ها در کانون مثلا در مجامع عمومی و کنار هم باشن از همدیگه حمایت کنن و این چه, چه کار باید بکنیم من فکر کنم این نی... میدونید میگه که م... در واقع هر اتفاقی میخواد بیفته توسط خود آدما میفته یعنی آدما اگه خودشون رو تغییر ندن هیچ اتفاقی براشون نخواهد افتاد این آیه سریع قرآنه میگه برای اینکه یه ملتی بتونن تغییر بکنن باید خودشون تغییر بکنن تا بتونن در واقع اون امتیازاتی رو که میخوام به دست بیارن ما واقعا باید هممون تغییر کنیم یعنی هممون باید چشممونو بشوریم بعد خودخواهی و غرورای بیجا رو اینا رو بذاریم کنار فکر نکنیم اگه بیاییم در واقع دست همدیگه رو بگیریم و دوباره با همدیگه بشینیم سر میز و صحبت بکنیم چیزی از شعنمون کم میشه بعضیا هستن میگن مثلا حالا آدمای رفیقای صمیمی منم هستن دائما میگن که آقا ما نمیتونیم اون دوره رو فراموش کنیم یه ای به ما خیانت کردن مقابل ما وایستادن در خانه سینما رو میخواستن ببندن فکر میکنم دیگه دوره ای شده که باید فراموش کنیم باید فراموش باید باید کنیم. بله. باید که یعنی اونا اونا به مداخره... خاطر گشتن یه مقدار فراموش شده نشه بله، اصلا یه دوره ای بوده آره. چه غلط چه درست آره. یه یه دی... یه جوری فکر می‌کردن دیگران هم یه جوری دیگه فکر می‌کردن راش اینه که ما کنار هم باشیم ما اگه کنار هم نباشیم دونه دونه مون رو می‌زنن دیگه یعنی اگه ما نتونیم در واقع تجربه و همین تاریخ معاصر نشون داده که ما مادامی که با همدیگه بودیم و در کنار همدیگه بودیم و همدیگه رو تایید کردیم هیچ کسی ندید یعنی توپ هم نتونسته در واقع خانه سینما رو از بین ببره هیچ نیرویی نتونسته خانه, خانه سینما, رو میتونه به این اتحاد کمک کنه الان قطعا قطعاً میتونه یعنی من فکر میکنم که جزء وظایف هیئت مدیره مدیرامل و کسانی که اونجا رؤسای سنوف اینا واقعا باید به این فکر بکنن که بیایم چون به حال ببینین ما نمیتونیم مثلا فرض کنیم حالا مثاله بارزش میذارم نه آقای اسگرپور رو میتونیم از تاریخ سینما بله، جدا دلوقتي. کنیم از سینما نمیتونیم آقای رئیسیان رو جدا بله بله, بله،, بله،, بله، خیلی نمیتونیم. خیلی نمیتونیم. همه اینا یک تاریخ سینمای سینما. بله. سینما ما هستن بنابراین بیایم مجبوریم این کار رو بکنیم یعنی باید این بخشندگی رو داشته باشیم کنار همدیگه قرار بگیریم بریم در واقع دیگرانی رو هم که در مقابل ما قرار میگیرن اونا رو هم نصیحت کنیم توصیه کنیم بهشون که برن خودشونو به یه روان روان بزنن رو رجوع کنن مشکلاتشون رو برطرف کنن واقعا میگم اینها یعنی من احساس میکنم که ناشی از خیلی از مسائل درونیه مثلا آقای افخمی مدتیه که مثلا فیلمی که حالا بتونه اون ارتباط لازم رو برقرار کنه و برش گردونه مثلا به اون دوران رو نساخته یا مثلا خدا آقای فراستی مدتیه که اومده تو یک جناهی قرار گرفته که خب نمیتونه ارتباط برقرار دوستش ندارن دیگه اهالی سینما این بدون یعنی بیرو درواسی باید بهش گفتش که آقا تو داری در واقع ایجاد تنفر میکنی و این خیلی بده زمانی که نتونی ارتباط عاطفی رو برقرار بکنی وقت ارتباط منطقی هم سست میشه و نمیتونی اون رو برقرار بکنی و مجبوری که در واقع این راه رو بری و این راه راه در واقع کجیه راه درستی نیست بنابراین فکر میکنم که همه اهالی باید بتونن کنار هم دیگه بیا من میشه. حتما میشه. حتماً میشه. میشه حتما میشه یعنی باید هم ولی خواستن دیگه خواستن از درون خود آدم هم خود آدم ها تغییر خود آدم 100 درصد چون یکی از, از من... منعطف ترین شخصیت هایی که من در سیر ما میشناسم شما ای در واقع همیشه منعطف بودید و همیشه با همه مسائل به این اتاف برخورد کردید من هیچ وقت شما خوشونت عصبانیت ندیدم آقای تبریزی یعنی در واقع من همیشه دیدم که سر صحنه فیلمم همه با از شما خیلی تعریف میکنن و از برخوردتون اینا این که دارم میبینم که یه جای عصبانی شدید برای من دیگه خیلی جالب دارم من تازگی نه واقعا واقعا عصبانی نمیشید نه واقعا نمیشه یعنی الان بهتون بگم اصلا هیچ کدورتی نه یعنی اینو واقعا به خاطر یعنی به جان بچه‌هام هم دارم میگم اینو الان اصلا هیچ کدورتی نه از بهروز نه از مسعود از هیچ کدومشون ندارم با اینکه اینا خودشون هم ولی دارن تحلیلشون میکن. ولی دارم تحلیل کنم. یا دارم میگم ببینید این, این 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 کاری که دارن میکنن در واقع لطمه ای که اول به خودشون میزنن و بعد لطمه ای که به دیگران میزنن من مطمئنم که اگر ما بشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم یعنی اگه آقای افخمی بهروز اگه یه اتاق فکر تشکیل بده و بتونه آدم های موافق و مخالف رو جمع بکنه اگه یادتون باشه مثلا دوره ای که آقای صدر عاملی رفت توی برنامه چقدر منعتف و متعادل شد برنامه و همه هم, هم تمایی اصلا صدر عاملی رو آوردن که بتونن تو ایام جشتاره یه سری آدم ها بتونن بیاد یعنی مثلا من شخص خودم به خاطر صدر عاملی رفتم خیلی ها دیگه به خاطر در واقع صدر عاملی اومدن تو اونجا خب این وجود این یعنی اینکه ما اول باید بدیم ارتباط دلها رو برقرار بکنیم یعنی اگه بتونیم اون ارتباط دل رو برقرار بکنیم اون وقت لاجرم حرفایی هم که میزنیم بر دل هم دیگه میشینه اون موقع آقای فراستی باید بدونی که اگه این ارتباط دلی رو داشته باشه وقت میتونه تاثیر بیشتری بذاره یعنی واقعا میتونه دیگه ایب و ایراد حاتمی کیا رو بگه ایب و ایراد تبریزی رو بگه ایب و ایراد دیگران رو بگه ای بو اسقر فرهادی رو بگه ما که نمیتونیم بگیم بله ما که بدون اشکال, نیست ده ده حتما همه و این وظیفه منتقده که این اشکال ای نق... ولی, نق... ولی نق... اگه با در واقع شمشیر دولب و با حکم داعشی باشه نه نمیشه یعنی همه همه ازتون گریزان میشن این اینو من بارها چون یه جلساتی هستش که یه ای از دوستان قدیمی دور هم جمع میشیم ماه به ماه چهارشنبه ها میشینیم اونجا یه نهاری با همدیگه میخوریم به روز افخمی هم تو اون جلسه هست منم من هستم خیلی دیگه هم هستم آره بارها با بارها با مثلا با آقای رزاداد ستایی نشستیم با آره همدیگه دیگه هی باش گفتگو کردیم گفتگو کردیم که آقا ببین برنامه بعد اینجوری بشه مت متاسفانه ما چون گرفتاریمون زیاده این فاصله میفته باز دوباره <س Spanish> <applause> میفته تو ریل خودش دوباره شد اینکه یه و الان در سه سالگی دوران آقای یا جمهوری آقای روحانی, روحانی هستیم هست. فضای سینما رو و کارهای انجام شده رو چگونه ارزیابی میکنی؟ الان در واقع در کنیم ببینید با در کل که باید بگیم که یعنی واقعا منصفانه باید بگیم که به هر حال وضعیت به لحاظ ارتباطی که بین سینماگرها و در واقع سازمان سینمایی برقرار شده به نظر من ارتباط خیلی خوبیه یعنی اینکه تا حد زیادی قابل قبوله یه جورایی این ارتباط داره مثلا دهه 60 رو تداعی میکنه ارتباطی که بین سینماگرها و مثلا بنیاد فارابی اون موقع یادمه برگرد بر 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 بله اون بین آقای بله الان هم مثلا یه مقداری این ارتباط برقرار شده ولی من فکر میکنم که علا رقم همه اینها سینماگرها هم نیاز دارن و هم در واقع خواستشونه در واقع اصرار دارن که در واقع حمایت دولت آقای روحانی و توجه دولت آقای روحانی به عرصه سینما بیشتر از این باشه من یه جایی گفتم که بی توجه یعنی فرهنگ در دولت آقای روحانی در مرتبه آخر متاسفانه یعنی اگه مثلا اولویت بند اقتصاد بوده بل. دیگه بله اولویت ها رو بنویسیم میاد 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 اون نفر آخر اولویت بوده اولویت شبت هستهی بوده حل خیلی چیزایی دیگه بوده. هست تای تش در واقع فرهنگ به خاطر همینم هم هست که ما دوچاره کمچی همچین موزلی هستیم که مثلا بعضی از دوستان اشکال گرفتن که خب ببین اگر که اتفاقا دولت با سینماگرها کاری نداشته باشه سینماگرایان میتونن کار خودشون رو بکنن برای اینکه یه گروهی از سینماگرایانه که اصطلاحا خودشون رو اسم خودشون رو مستقل گذاشتن میگن آقا ما اصلا از دولتی چی نمیخوایم کاری هم به کار ما نداشته باشه ولی ما رو آزاد بذاره راحت بذاره که بتونیم فیلم رو بسازیم من منظورم این نیستش که دولت مثلا پول نمیده به پروژه های سینمایی که بتونن فعال بشن منظورم از توجه دولت اینه که بیاد پای در واقع امتیازات و اعتباراتی رو که صادر میکنه برای فیلم سازه وایسته یعنی دولت بیاد بگه آقا اگر یه فیلمی پروانه نمایش گرفت پروانه نمایش با نمایش بمونه و با تمام قوا از این پروانه نمایشش دفاع بکنه با یک در واقع حجمه ای از این گروه و اون گروه و از جاهای مختلف جا نزنه و سعی نکنه که در واقع یه جوری اعتبار اون پروانه رو زیر سوال اخیرا هم که میدونین کانون کارگردان در واقع یه بیانیه‌ای رو صادر کردن و اشاره کردن به یه همچین موضوعی دیگه میگی آقا اجازه بدید در واقع یک مرکزی وجود داشته باشه که تصمیم میگیره برای اینکه یه فیلمی پروانه داشته باشه نداشته باشه خدای نکرده مثلا توقیف شده باشه یا مثلا یه جایش حسیاتی داشته باشه من یه چیزی رو هم توضیح بدم یعنی برای کسایی که دارن الان این کارو میکنن چون الان میدونید مثلا اخیراً خیلی از مجوز کنسرت ها ناخواسته یه دفعه لغو میشه و عملا دولت هم کاری نمیکنه در برابرش یا مثلا فرض <applause> کنید یه فیلمی اکرام میشه یه حجمه ای بهش میشه که حالا تاثیرش <applause> هم <applause> عکس دیگه یعنی که میفروشه بله یعنی میفروشه یعنی دوباره توجه می‌کنم میکنم به فیلم به فیلم برمیگرده به نقطه اوجش من این اشاره رو میخوام بکنم برای اینکه به عنوان یه اتفاق استقرایی و یه تجربه ای که خواهی نخواهی باید بهش برسیم دیگه خب میدونید مثلا این برخوردها الان به از نر... من که دارم به این برخوردا نگاه میکنم که دوستان خیلی ناراحتن که چرا یه همچین برخوردی با سینما میشه اینا هیچ کدومش قابل مقایسه با دورانی نیست که ما فیلم مارمولک رو ساخته بودیم و باهاشون برخوردا میشد یعنی هیچ کدومش یعنی ما دو. محدور و دم شده بودیم یعنی قرار بگیرم ما رو اعداممون بکنن آلشان. به خاطر فیلم مارمولک شما اینو در نظر داشته باشین آقای جیرانی با توجه به اون در واقع اتفاقاتی که افتاد و ما دیگه در واقع کافر شدیم و باید دیگه خونمون حلال شده بود و هر کسی میت... ما رو در واقع از بین می‌برد میتونست بیاد جایزه بگیره برای سرمون جایزه تعیین کرده بودن <applause> اینارو رو به عنوان شوخی میگم ولی خب واقعا خیلی مثلا به خصوص آقای محمدی خیلی تحت فشار بود آقای منوچر محمدی عنوان تهیه کننده و فیلم خب خیلی محدود شده و جلوشو شد بلافاصله گرفتن توی بعضی از شهرها دو روزه کشیدنش پایین نه دیگه جلوی اکتاشی آره. گرفت چند سال پیش امار بولک؟ یعنی میتونیم بگیم مثلا سال 82 اگه هشتاد باشه 82 هنوز استاد آره. سر کار دولت بله. سر کار 12 مثلا 13 بله. سال خب بله. خب اخیرا شما شنیدین دیگه جایزه گرفت آره یعنی بهش کاندیدش کردن به عنوان بهترین فیلم تو جشنواره سینما و رومانی شد تو سینما خب اینو من حالا میخوام به این دوستان بگم یعنی بگم ببینید اینجوری با قاطعیت نگید که یه فیلم بده یا اصلا به درد نمیخوره دودم این مستاق مثلا فلان چیز از وا اسلاما و همه چی از دست رفت و اینطور شد و آنطور شد این. واقعا اینجوری نیست یعنی یه خورده اتفاقی که در واقع داره میفته در سینمای ایران و فکر می کنم این جزء ویژگی های سینمای پیشرو کشوری اگر باشه در واقع باید عمل درستی باشه و باعث افتخار باشه اینی که سینما بتونه یه مقداری جلوتر حرکت کنه یه مقداری بتونه آینده بله رو ببینه بله بله. یعنی بگه آقا در آینده ما دوچار این معزل میشیم م. یا در آینده ما نگاهمون به این شکل تغییر میکنه این رو به نظر من در نظر داشتیم یعنی همه چیز رو بهش حکم قطعی ندیم و سعی بکنیم که اونجوری که میگن که چون میدونید فقه های اصطلاحی دارن به اسم باب اجتهاد که میگن باید حتما باز باشه شما ممکنه در یه مقطعی اجتهادی کنید که در یه مقطعی دیگه اون ردش کنید و یه چیز دیگه بگید برای اینکه اتفاقات جدید میفته واقعا به این فکر کنیم یعنی به حرفی که داریم میزنیم فکر کنیم که جامعه در چه شرایطی به سر میبره یکی از بزرگترین معضلات به نظر من مسئولین و کسانی که حالا درگیر بخصوص مسائل فرهنگی هستن اینه که تو دل جامعه نیستن توی مردم نیستن و یکی از ویژگی های موفقیت یک مدیر که من سینما بودن, دارم دل بودن در دل جامعه است یعنی بدونن که مردم زندگیشون چه جوری میچرخه مایحتاج روزانشون چه جوری به دست میارن بعد این چرخه اقتصادی این در واقع اعتقاداتشون داره چه جوری میشه الان خیلی از اتفاقات داره متاسفانه در جامعه ما به وجود میاد مثلا فرض کنید آمار اعتیاد داره بله. نه این مسئله مثلا مسائل اجتماعی بحران های اجتماعی دایمان. که بحران ها رفته شده در سطح بالا هم داره مثلا جوان ها دخترا بلد. پسرا احساس مسئولیت بلد. نمی کنن نمی این که باید اصلا از نظر دارن. اجتماعی اگه نجنبیم کاملا سقوط در واقع کاملن. اخلاقی در داره دوچای در واقع تهدید میشه اینا مسائلیه که واقعا من به نظرم مدیران جامعه توی هر قشری میخوان باشن از یه مثلا امام جمعه بگیرین از یه امام جماعتی مسجد بگیری تا مثلا رئیس جمهور و وزیر و فلان و اینا همه اینا رو شما در نظر بگیرید حتما باید اینا یعنی راز و رمز موفقیتشون اینه که بتونن در دل فیلم سازم این فیلم سازم باید آقای قو... دوری حداقل در دوره اول قوه مغننه و مجریه دست اصلاحات بود دیگه در بله. مجلس ششم بعد در واقع دولت و اینا کارهایی نشد که یک سری چیزهای نهادینه بشه چی کار باید کرد که ما یه یعنی دولت ها باید چی کار کنن وقتی که چین قدرت مثل دولت روحانی که الان در برس کاره که مواردی که به آزادی های سیاسی میرسه نهادینه بشه که اگه من به قدرت رسیدم مثلا در یه پستی نتونم این آزادی ها بگی جا کنم ببینید من خودم شخصا فکر میکنم که این چیزی که دارم میگم به نظرم در همه جای دنیا صدق میکنه فقط مربوط به ما نیست من فکر میکنم اگه ما تجربه اینو نشون داده که اگه ما بهترین قانون رو هم بنویسیم باز اون قانون متکیه به مجری قانونه یعنی بسته به این که چه کسی بیاد و چه طرز تلقی داشته باشه میتونه اون قانون رو تفسیر کنه و تفسیر کنه و در واقع یه جور دیگه ای در واقع اون مسیر رو پیش ببره گرچه قوانینی که به در واقع سراحت دارن و خیلی واضح و آشکار در مورد یه موضوعی صحبت میکنن اون میتونه خیلی در واقع راهگشا باشه و تو اونجاها خیلی نمیشه این کارا رو کرد مثلا برای مثال میخوام بهتون بگم یکی از دلایل اینکه نتونستن خانه سینما رو ببندن و تعطیل بکنن همین مواد قانونی بود که وجود داشت یعنی میدونین که با تو شکایتی که بچهای خانه سینما در مقابل تیم شمغداری بردن به مرجع قان... مرجع قانونی در همون دوره اون مرجع قانونی به نفع خانه سینما حسنات که دا، تونستیم واقع بمونیم و باقی بمونیم پس بنابراین نمیتونیم اینو تخته کنیم که قانون واقعا شفاف باشه میتونه کمک بکنه اما میخوام بهتون بگم که قطعا کافی نیست به همین دلیلم هست که خیلی آدما دنبال اصلا نمیرند اصلاً به احالی سینما بگیم که آقا بریم یه قانونی تصویب بکنیم که مثلا تمام جزئیات نحوه صدور پروانه نمایش رو برای یه فیلم رو شامل شده باشه اصلا دوست ندارن یه همچین اتفاقی بیفته اصلا اهالی سینما یه ادعیشون من میدونم مثلا کانون کارگردان دوست ندارن قانونی بشن اصلا دوست ندارن برن مثلا فرض کن یه جایی ثبت بشن من خیلی باهاشون تو دوره قبلی که اونجا بودم تو شورای مرکزی بودم خیلی باهاشون این بحثو کردم گفتم آقا ما باید هویت داشته ما باید یه کد داشته باشیم هر جا که میریم میگیم کانون کارگردان سینما ایران باید هویت قانونی داشته باید هویت قانونی داشته. ما باید بتونیم حساب حقوقی داشته باشیم نه حساب شخصی ما الان هنوز حسابمون حساب شخصیه یعنی هر کی میشه رئیس حساب بانکی رو تغییر میدن اونو میبندن مال رئیس قبلی رو میبندن رئیس ب... به نام رئیس جدید باز می‌کنه. خب اومدیم این رئیس جدید یه دفعه مثل یه خاوری از آب در اومد همه پولای کانون بعدش رفت یه آبم خورد روی رفت مثلا گرچه مثلا پولی وجود نداری توی صندوق <تصفح> <تصفح> ولی میخوام بهتون بگم مثلا فرض کنین الان آقای قالیباف به عنوان شهرداری که واقعا خیلی کمک کرده به مجموعه فرهنگی و خانه سینما و اینا آقای قالیباف تصمیم میگیره اصلا به کانون کارگرد ما میریم باش صحبت میکنیم به بچه‌ها اینو میگفتن میریم باش صحبت میکنیم آقا یه دونه از این خونه ها رو بده به ما بده در اختیار اونجا بشه مرکز سنفی اعضای کارگردانان سینمای ایران حتما این کارو میکنه بلده میکنه ولی به محض اینکه این کارو بکنه میگه آقا این سندش به نام کی میخوره و ما, ما نمیتونیم اونجا رو در اختیار بگیریم برای اینکه هویت حقوقی نداریم خب خیلی از چیزها رو اتفاقا دوست دارن به نظر من بدون قانون باشه اصلا بدون قانون باشه یعنی یعنی ب... اون قانونه که تفسیر دست پاشونه دقیقا. دقیقا. اصلا مثلاً دوست دارن که با اون آدمی که مجری قانون ارتباط رو برقرار بکنن با تا اون... خود قانون تا خود قانون یعنی اون آدمه بیاد بگه که شما مثلا فرض کن این کار اینو من تو گفتگوهایی که با بچه کردم، کردن با دوستان مختلف کردن با آدمایی که با پیشین های زیاد با پیشین های حقوقی زیاد حتی اونا اصلا دلشون نمیخواد یه همچین اتفاقی و این به نظر من اشتباهه یعنی ما مجبوریم که این گذار رو این در واقع یه جوری شکل سنتی داره دیگه این مدل سنتیه در بله، سینمای سنتی، ایرانی بله. و این ما باید این از این سنت عبور به مدرن شکل مدرن تری بله. که و ب... بتونیم خودمون آداپت این کارا بکنیم کما اینکه مثلا فرض کنیم خیلی از جوان ها الان این رو انجام میدن ولی متاسفانه این روحیه وجود نداره و همه فکر میکنن که قوانین دست و پای آدمو میده مثلا یه مثالشو بهتون بگم اگه همین الان فکر میکنید آقا وزارت ارشاد سازمان سینمایی اعلام کنه که آقا من دیگه از این به بعد پروانه ساخت نمیدم, نمیدم. فقط بیاید برای پروانه نمایش فکر میکنه اکثریت مخالفت کنه من منم من قبول دارین یعنی دوست ندارن که بله بله. خودشون باید دارن. و نباید و تصمیم آه. بگیرن خودشون اینقدر یکی من. یکی بگه منم برم از اون یه امضا بگیرم بعد بگم ببین من همه اینی که تو گفتی رو ساختم بتونم در واقع برم در واقع کارهایی که دلم میخواد بکنم دوست دارن که اونجوری بعد در که خیلی دیگه به خصوص جوان ها یعنی من میدونم این آدم تازه اومده که ای تازه میگه بانه. اتفاقا اصلا کاری به کار من نداشته باشین اصلا به من من پروانه ساخت به من ندین من میرم فیلممو میسازم بعد میایم تو پروانه نمایش با هم دیگه کلکل کنیم و گفت نه نه کنیم اصلا آقای منوشیر محمدی هم تو برنامه تلویزیونی گفت یه سری تایپ کننده ها به یک بلوغ فکری رسیدن که به نظر من دیگه نیازی نیست که اون تایپ کننده دیگه پروانه ساخت سندرستان، بگیرن سندرستان، یه سری کارگردان به بلوغ فکری رسیدن که نباید بگیرن در واقع باید اتفاق بیفته یعنی من من باید بیفته. باید بیفته یعنی بی ما باید مسئولیت پذیر باشیم مسئولیت پذیر باشیم بله. تو خودمون مسئولیت بپذیریم خودمون باشیم. باید بتونیم منافع ملی مون رو تشخیص بدیم این این نکته اختلاف ای مشکل باید ما باید سر اینه که منافع ملی مون گم شده تو اختلافاتمون دقیقاً یعنی گم شده تو اختلافاتمون یعنی میتونیم سر منافع ملی به توافق برسیم به توافق برسیم مشکل یعنی کمال تبریزی الان بعد از این سریال چقدر طول میکشه ادامش که والا الان باید بهتون بگم که واقعا پا وایس بچه ها منم مجبورم این چیز کنم ما،, ما الان فردا و پس فردا یه صحنه ای رو داریم توی شرکت دفاع مقدس میگیریم و بعدش میخوایم تعطیل کنیم تا اون با تلویزیون معلوم بشه اوه. یعنی باید مسئول تلویزیون بابت این حرکت منم اینو بهتون بگم ها من نمیخوام بگم که مثلا مورد آزار قرار گرفتم پس بنابراین میخوام که مسئول. من میخوام یه بار برای حالا یا اولین بار یا آخرین بار این اتفاق بیفته من دارم به فکر آینده به فکر کسان دیگه که ممکنه تلویزیون دوباره یه نیش اینجوری بهشون بزنه من فکر میکنم که در واقع مدیر عاقل مدیری که مدبر باشه و بتونه در واقع سیستم تلویزیون رو اصلاح بکنه میدونی که الان واقعا این, این تحلیل غلطی نیست سیستم تلویزیون الان به به ازان خود مدیران سیستم فشلیه و در واقع الان مدیریت جدید اومده که با این که دوباره برطرف کنه. این راندمان بسیار پایینه و در واقع هزینه ها بسیار بالاست یه شکلی داره الان تلویزیون که به شدت ضد تولیده و اصلا دلش نمیخواد تولیدی در واقع اتفاق بیفته حمایتی از تهیه کننده این که به طور مستقل توی تلویزیون چون تلویزیون همه چیش باید تولید باشه سریال رو ادامه میدی و فکر میکنم که مثلا توی عواسط پاییز یا دیگه حد اکثر تا آخر پاییز فیلمبرداری فاز 3 به اتمام میرسه و البته اگه بتونیم پخش هفتگی داشته باشیم و اگه بتونیم ساپورت درستی بشیم از طرف تلویزیون هم معنوی و هم مادی میتونیم از اول پاییز پخش, پخش فاز اول رو اول, اول از اول مجدد پخش کاملا ببینید بهتون بگم آقای آه. جیرانی ما در دوره قبل که منجر به تعطیلی تحتیل. متو... سریال شد یک چیزی حدوده یعنی در واقع با اصرار آقای زرگامی و دوستان حالا اسمشون هم لازم نیست ببریم مثل موقع آقای دارابی و اینا بودن خب یه جوری در واقع مثل یه صدی جلوی این سریال قرار گرفتن و یه چیزایی رو به ما گفتن که باید توی سریال اصلاح کنی اصلاح کنی که اصلا به اون شکل اولیه سریال نمیخورد وادارمون کردن که اون اصلاحات رو انجام بدیم و من خودم معتقدم که اون اصلاحات باعث شد از این توقف شد و یه چیزی در حدود یه چیزی نزدیک به دو قسمت از سریال در اومد اوه. دو قسمت اوه. ازش کم شد چیزی که الان ما مجددا میخوایم شروع بکنیم الان ما دوباره برگشتیم به همون فاز قبلی یعنی آبا. موقعی که با آقای دکتر میر باقری کار میکردیم و آقای ارگانی ناظر کیوی و مشاور پروژمون بود و آقای سلیمی نمین هم مشاور در واقع تاریخی, تاریخی, تاریخی تو بود تاریخیتون بود یعنی ریفرش دیدیون... شدیم در واقع دوباره برگشتیم به نقطه اول <laughs> یعنی یه دوره استهلاک بیمورد و پرهزینه رو پشت سر گذاشتیم میدونی که اصلا این سریال میتونه اصلا خیلی چیز عجیبی آقای جیرانی یعنی متاسفانه متاسفانه مدیران ما به جای اینکه صرف جویی کنن و از نظر بعد هزینه سازی میکنم وحشتناک یعنی اگر ما اون موقع جلو گرفته نشده بود سیار تموم شده دیم. تموم شده بود حالا میرفتیم سراغ بقیه مسائلش با قیمت بسیار مناسب بله. که الان فقط دیم. به اندازه دو برابر هزینه فاز یک و دو داریم برای یک فاز هزینه میکنیم دو برابر هزینه دو تا فاز داره هزینه میشه برای یک فاز اونم تازه با مشکلات یعنی اونم با کم آوردن و یعنی با باعت... بدبختی باید اینا رو الان جای آقای در واقع شاه حسینی آرش مجیدی اومده دیگه بله جای آقای شاه آقای حسینی شا... که دیگه خوب من با دیگه اینو در, در واقع البته توی سینمای دنیا, دنیا واقعا سی... اینجوری بوده تو تلویزیون دنیا هم رسمه یه بازیگر عوض میشه رسمه بازیگر عوض میشه ما چون جای شاه بله خانم قاضیانی هم مثلا تمایل نداشتن بیان جوش خانم پریباش نظریه اومدن ولی خانم نیکی کریمی باقی موندن آقای فروتن تمایل نداشتن باز باید جایگزین بشن ولی خیلی مثلا آقای محجوب باقی موندن یه مجموعه ای از بازیگرامون باقی موندن و داریم از اونها استفاده می‌کنیم. جا جابجا می جا شدن. ایده جا جابجا شدن. جا شدن ولی خب عمده بازیگرایی که نقش اصلی داشتن خوشبختانه موندن. البته اون کسایی جدیدم که اومدن بازم نقش های اصلی دارن. مثلا آقای سید رادم به گروهمون اضافه شد. شد. خیلی خوب. خوب بله خیلی خوب. خیلی خوبی رو بسیار بازیگر خوبیه با بله, بله. شاید در کارش کمال تبریزی برای بعد از سریال قرارداد فیلم میشه بسته یا نبسته؟ نه نه چون قراردادش تون تون نه نه ولی خب واقعیت اینه که پیشنهاد کاری زیاد دارم یعنی اینکه تو مدل های مختلف دیگه یعنی هم کار تنز هم در واقع کار غیر تنز من به کار غیر تنز نمیگم کار جدی برای اینکه تنزم کاملا کار جدیه ولی فقط فضای تنز داره هستش یه چند تا فیلم نامه خوب است که چند تا شو بعض این نیروهای تازه نفس جوون, جوون نوشتن بعضی مثلا یک شو آقای گوهری داره می نویسه بله. بله بله یه فیلم نامه رو آقای ایری نوشتن خیلی ب... خوب نوشتن بعد از سالها بعد از سالها بله, م. بله. یه فیلم نامه رو خانم سمینی نوشتن که نرمه اون هم... بله اونم یه فیلمنامه نامه چون پرحزینه ایه متاسفانه فعلا کدومی که میخوای بسازی معلوم نیستن بستگی ب... میدونی تو کشور ما این جوریه دیگه بستگی عزق. به این داره که ببینیم که کدومش شرایط مساعدتری داره و بودجه آماده تری داره و سهل و وصولتر میتونیم بهش برسیم من واقعا آقای جیرانی الان فکر میکنم که به یه موقعیتی رسیدم که اصلا دیگه به این فکر نمیکنم که این کاری که داریم میکنیم ممکنه ساخته بشه ممکنه ساخته نشه من میگم که مهمترین بخش سینما ایران کار کردن روی فیلم نام است مثلا ایده و طرحی که است. میاد و می مثلا کاری نداریم این ممکنه ساخته نشه اصلا ولی فیلم ولی بشینیم فکر کنیم کار بکنیم با همدیگه دیگه هم فکر بکنیم فیلمنامه رو بنویسیم داشته باشیم این فیلمنامه رو بالاخره یه روزی ممکنه شرایطش فراهم بیاد که بتونیم فیلم رو من در انتهای تبریک میگم به خاطر پسرت که فیلم بردار خوبی شده و کار میکنه و همه بله. هم تعریف میکنن کارش بله. هم بسیار خوبه اصلا جوونا خوشبختانه داره میادگی نستی خیلی یعنی واقعا امید بسیار زیادی در آدم ایجاد میشه چقدر خوشفکرن چقدر فیلم های خوش ساخت میسازن در متفاوت می‌سازن و نشون میده که سینمای در همه در تدوینگرا در فیلم بردار بله. در کارگردارا بله. بله. تازه داره میاد که ما بهشون باید تبریک بگیم بله. بله. که دارن میان بله. خیلی متشکرم بله شما خیلی باشه. خیلی ممنون مرسی